درود و عرض ادب خدمت پلیرهای این بازی و خدمت همراهان همیشگی و وفادار گروه مافیا تیوب، بیننده های کانال یوتیوب و تویچ ما. نبی هستم، افتخار این رو دارم که میزبان نگاه های شما عزیزان باشم و از این بابت خیلی خوشحالم در خدمتون هستم با اولین بازی از مرحله مقدماتی تورنمنت بزرگ رنگین کمان با جوایز ارزنده نقدی. همونطور که ممکنه اطلاع داشته باشید، این تورنمنت رو به یاد کیان پیرفلک، کودک معصوم و بیگناه 9 ساله که در جریان حمله ماموران امنیتی به خیزش مردمی از بین ما پرکشید، به نام رنگین کمان اسم گذاری کردیم، به امید آزادی، آرامش و رفاه برای مردم سرزمینم ایران. اما قبل از توضیح قوانین میخواستم از همه عزیزانی که در برگزاری این تورنمنت کمک کردن قدردانی کنم. اول از صدابر عزیزمون خانم رمضانی و آقایان مهدی دلگشایی و حجت قرایی، در مرحله بعد از صابر و سینای خطیبی عزیز که کارهای ثبت نام، هماهنگی و گرافیک‌های زیبای تورنمنت رو به عهده داشتند، و از گروه گادهای مافیا تیوب و ساپورت همیشگیشون و البته اسپانسر مالی تورنمنت گروه صنعتی آپولون و چند دوست عزیز که به طور کاملا دلی به تورنمنت کمک مالی کردن و نخواستن که اسمشون برده بشه. از همه این عزیزان تشکر میکنم. بدون کمک این عزیزان این رقابت جذاب شکل نمیگرفت و محقق نمیشد. و اما جوایز نقدی گروه فینالیست، نفر اول 4 میلیون، نفر دوم 3 میلیون، نفر سوم 2 میلیون، مابقی فینالیست ها هر کدوم 1 میلیون. در ضمن برای هر 10 فینالیست یه تندیس یادبود هم تهیه شده که تقدیم حضورشون میشه. بیس پلیر بازی های مقدماتی، 1/4 نهایی و نیمه نهایی هر کدوم 500,000 برنده میشن. 6 جایزه نیم میلیونی به 6 نفر از با اخلاق ترین پلیر ها که از بین تمام بازی ها انتخاب میشه. این جایزه به طور مستقیم و به انتخاب اسپانسر تورنمنت تقدیم این پلیر ها میشه. و بیننده های یوتیوب، از هر بازی یک بیننده به طور رندوم قرعه کشی میشه و برنده 100,000 تومان جایزه نقدی میشه. برای برنده شدن این جایزه باید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت در زیر ویدیو قرار بدید. در پایان رقابت ها در یک برنامه لایو و زنده قرعه کشی بیننده ها رو من انجام میدم. و اما اسپانسرمون، گروه تولیدی صنعتی یوسفزاده سماور آپولون با بیش از نیم قرن تجربه به نمایندگی سرکار خانم یوسفزاده، اسپانسر تورنمنت رنگین کمان، این رقابت جذاب رو به شما تقدیم میکنن. البته در فاز شب ویدیوی محصولات خوب و با کیفیت این گروه تولیدی رو براتون به نمایش میذارم تا با محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. از این مقدمه بگذریم، میرسیم به خود بازی و قوانین بازی. سناریوی بازپرس هست که 3 نقش مافیایی داره، شامل گادفادر، ناتو، شیاد و 7 نقش شهروندی شامل پزشک، کاراگاه، روینتن، محقق، بازپرس و 2 شهروند ساده. همتون پلیرهای حرفه‌ای هستین، قوانین بازی و قوانین انضباطی رو بلدید. صرفاً جهت یادآوری خدمتون میگم، ادب و احترام در تمام طول بازی و در صحبت‌های آخر بازی الزامی و اجباریه. لطفاً به نقشتون نزدیک نشید. اطلاق به نقش مثبت به افراد زنده بازی نداریم. دفعه اول اخطار میگیرید، تکرار بشه اخراج میشید. مسئولیت بسته بودن مایکتون با خود شماست. حتی اگر اتفاقی زمانی که ترم صحبتتون نیست مایکتون باز بشه اخطار میگیرید. به هر نحوی اخطار دوم در بازی باعث کیک شدن شما میشه. در زمان بازپرسی و دفاعیه هیچ گونه اکتی نداریم. حتی حرکات صورت و ابرو باعث اخطار و سلب حق رأیتون میشه و نهایتاً کیک از بازی. تایم صحبت عادی 40 ثانیه است، چالش 20 ثانیه، تایم بازپرسی و تایم درباره تارگت کاور 30 ثانیه است. تایمرتون که تموم شد، یه تایمر گوشه یه تصویر من نمایش داده میشه، اون تایمرتون که تموم شد و من مرسی گفتم، فقط اجازه دارید جملتون رو ببندید، فقط برای اینکه جملتون ناقص نمونه، نه بیشتر. چالش رو اول صحبت میدید، برای چالش دیالوگ نمی کنید. و یه نکته خیلی خیلی مهم، در طول بازی به هیچ وجه اجازه ندارید پی وی افراد برید، چه پلیرهای داخل بازی و چه افراد بیرون بازی. هیچ اطلاعاتی از بازی رو به بیرون درز نمیدید. حتی چت کردن بازیکنهایی که هر دو هم از روند بازی خارج شدن ممنوعه. در صورت مشاهده کوچکترین تخلف بدون استثنا درجا از رقابت حذف میشید. مهم نیست که تو چه مرحله از رقابت باشید، مهم نیست که این گپ و گفت از دید شما چقدر مهم یا بی اهمیت باشه، حتی یه ایموجی یا هر چتی تخلف محسوب میشه و به شدت باش برخورد میشه.
و اما در مورد شات شب یک، کسی که شات شب یک میشه تا پایان روز صبر میکنه و روند بازی رو میبینه. بعد از اینکه من شب اعلام کردم، یکی از داورها میاد پیوی اون شخص. اون شخص طی یک وایس، فقط یک وایس، نه اینکه یک وایس بده بعد توضیحات اضافه تر مثلا چت و اینا بعد از اون وایس بده، یه وایس میده به اون داوری که اومده پی ویش. تو اون وایس باید اون پلیر سه تا مافیای قطعی داشته باشه. اگر شهروند قطعی هم داره میتونه معرفی بکنه، ولی چین های دوتایی، چین های ستایی بین گذاشتن، اینها تو اون لحظه از بازی امتیاز مثبتی براش نداره. باید بتونه مافیا و شهروند قطعی معرفی بکنه. در انتهای بازی به همه پلیرها 2 دقیقه فرصت داده میشه که راجع به نقاط مثبت بازی خودشون صحبت کنن و از این 2 دقیقه بیشترین استفاده رو انجام بدید تا بتونید نقاط قوت خودتون رو بهتر به رخ داورها بکشید و قسمت‌های مثبت عملکردتون رو بولد بکنید. گرچه این مقدمه طولانی شد، ولی نکاتی بود که باید تذکر داده میشد. از مرحله مقدماتی که رد بشیم، در مراحل بالاتر خیلی از این صحبت‌ها دیگه ضروری نیست و میتونیم ازش گذر بکنیم. اگر داورهای عزیز صحبتی دارن قبل از اینکه بریم سراغ شافل کردن نقش‌ها و دوست دارن باهاتون صحبت بکنن، بفرمایید. اگر نه که من برم سراغ شافل کردن نقش‌ها. آیه حجت، آیه مهدی، خانم سارا، اگر صحبتی دارید. سلام عرض می‌کنم با اجازه از دو طرف، دو تا بامون داورای عزیزمون و همه پلیرهای عزیز. بچه ها من هیچ صحبتی ندارم، بازی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خودتون باشین و سلام. خیلی خب، ممنونم آقای نبی، بازی رو روایت میکنید. پلیرها رو که من دارم میبینم، پیشبینی من یه بازی جذاب هست. امیدوارم فارغ از هر ساید و نتیجهی که رقم خواهد خورد، از بازی خودتون رضایت داشته باشید. انتظار من به عنوان یک بیننده، عملکرد مسئولانه برای ساید شهروند و عملکرد مجرمانه برای تک تک مافیا هاست. با آرزوی موفقیت برای تک تک. سلام و عرض ادب. مجرمانه رو خیلی خوب اومد. آقا بازی افتتاحیه تورنمنته، امیدوارم که بازی جذابی باشه و همه بتونن حد اکثر توانایی هاشون رو توی این بازی به نمایش بگذارن. اگر یکی از دوستان محبت کنید بگید من چند بار رندوم کنم. آقای آرمان شماره 1 بگن من چند بار رندوم کنم. 2 بار یا 4 بار، یکیشو شما انتخاب بکنید. 4 بار. بله الان میرسم خدمتتون. خب من دارم نقش ها رو شافل میکنم. این 1 بار 2 بار 3 بار آقای نبی و 4 بار. یه لحظه رو مایک نیاد، ببخشید. 4 بار نقش ها شافل شد. ساعت 18:42:27 UTC بر اساس این سایتی که من در واقع دارم باش کار میکنم. حسین متشکرم. فارغ از هر نقش و سایدی که براتون اومده، امیدوارم بهترین بازی خودتون رو به نمایش بذارید و از بازیتون لذت ببرید. بازی رو شروع میکنیم. آقای محمد رو من جابجا میکنم. شماره 5. بازی رو شروع میکنیم از روز معارفه. چالش نداره. از شماره 1 به سمت شماره 10 بفرمایید. عرض سلام و ادب رفقا، خیلی خوشحالم با همتون بازی میکنم. کام دفعه اول با همتون بازی میکنم به غیر از رسول جان. مرسی از برگزاری این تورنمنت. اسم آرمان، از نظر من
مثل من شهروندیتون رو شو کنید 6 تا شهرونده دیگه، که مافیا قشنگ اذیت شه. مثلا آقای شماره 6 به نظر من از الان اذیت شده، بعد اینکه نقشه تو گرفتی به نظرم ریختی داداش. حالا دفعه اولم از پات بازی میکنم، ولی خب خانم شماره 3 هم به نظر من مافیاه. آرزوی شهروندی دارم برای شماره 10 رسول جان که باش بازی کردم. همین به چرخ. سلام دوستان، رضام شماره 2، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. آرمان تو معارفه شهروندی تو شو نکردی، تامی هم بد ندارم ولی شهروندی تو شو نکردی، من نفهمیدم تو قشنگ شهروندی. هنبی شماره 8 هم تصویر نداده هنوز. یه لحظه اجازه بدید من پاس کنم تایمتون رو. آی حسین تصویر میدید؟ بچه ها تصویرتون رو لطفا نبندید، بازی تصویریه، در طول بازی تصویرتون رو نبندید، فقط تو فاز شبکه تصویرتون رو میبندید. ادامه صحبت. مهسا یک بد اتهام زد، من میجون میخندیدی، نمیدونم تغییر حالت چهره ندادی، به نظر من مشکوک بود، خواستی بگی که مثلا هیچ تغییر احساساتی نداشت. من اتهام میزنم به مهسا، اتهام میزنم به شماره 5. بچرخیم. سلام دوستان، مهسا هم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ازتون بازی یاد میگیرم، ببخشید من یکم سرما خوردم. امیدوارم که بازی خیلی خوبی باشه. ببین آقای یک، تا ما دو تا فکت برید، یکی میگه من شهروندی مشو کردم، میزنی به شماره 6، ذهن پراکنده است، دوباره برمیگردی یه نگاه میکنی میگی میزنم به مهسا. تو مشکوکی رضا، چرا شارژ میکنی؟ آه مگه الان فکت شماره 1 میاری بعد میگی بد نمیزنم؟ یک مشکوک، دو مشکوک. بچرخ. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که تو این بازی باهاتون بازی میکنم. با آقای آرمان و شیش و شماره 5 تا بازی نکردم. دوستان اسم من حامده، خوشحالم که برای دفعه 5 بازی کردم. خب بلش آقای 5 ما با شما بازی کرد، من اینکه دارم ببین خیلی ذهنم با محصا یکیه. شماره 1 دوتا فکت داره، یکی این که ببین یه فکت دیگه هم این بود که شیشه رو تا حالا باش بازی نکرده، اکتی ازش مافیایی گرفته، بعد میگه که من شهروندیمو شو میکنم. چجوری شهروندی تو شو کردی الان؟ فکت هم که داری، اول به 6 میزنی بعد به 3 میزنی. بعد رضا بک اونی که شهروندیشو شو نکرده به تارگ به چیز زده دیگه، به محصا زده. آی محمد ترن شماست. درود رو فدا، من محمدم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم، چیزای جدید یاد میگیرم، امیدوارم یاد بگیریم به هم احترام بذاریم. من دو رو مشکوک دارم، دو به نظرم مشکوکه. یعنی اگه خانم شماره 3 شماره 2 اکت صورتش تغییر میکرد برای تو شهروند میشد، مثلا پوکر فیس یا میخندید برای شهروند میشد. خود شماره 3 هم برام مشکوکه. خانم شماره 3 فکر کن شماره 2 مافیاست، یه باگی از شماره 1 پیدا کرده، به نظرت بهش تارگت میزنه یا بهش تذکر میده؟ پس شما جفتتون برام مشکوکه. 2 و 3 فعلا برام مافیا. سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که میبینم اتون و با 2 تا پلیر با خوب دارم بازی میکنم. عرضم به حضورتون که شماره 2، شما نیاز نبود راجع به یک اصلا صحبت کنیم، این حرفت خیلی نواخالی بود، یعنی که نه شهر دارم نه مافیات دارم فلان میکنم بعدم پامشو به 3 میزنی. یکم آقا برایش فردا در میاد، نباید الان تارگت پش بشه. برای همین من آقای حامد و مشکوک دارم، به خاطر که شهروندی شد مایک 1 چجوری میتونه شو کنه؟ از شما مثلا چجوری شو میکنید مایک 1؟ برای همین تو داری تارگت کشش میکنی آرمان، من صاحب فردا مشخصش. اوکی نه میگم مشکوکه آقا، نگفتم اوکی، ولی دو قطعی مافیا همه. آقا سلام به همگی، من علیرضا هم، خیلی هم خوشحالم که داریم با هم دیگه بازی میکنیم. فردا آقای علیرضا نعیم رو با 7 یا 8 تا رأی از بازی خارج میکنیم. ایشالله که اگه شهروند بودی که قسمت نبودیم، چون من بستم فرق. خب چرا به 2 فرصت نمیدی؟ 2 که به 1 فرصت داده، چرا فرصت نمیدی؟ 2 چه؟ ببین قبل من به نظر من 3 تا مافیا صحبت کردن. آی حامد حالا 1 مشکوکش به 3 مشکوک تارگت زده،
تک چهروندی شماره سه باید بشه. به نظر من سه تا مافیا قبل من صحبت کردن، یعنی دو تا که مطمئن، این آیه شیش که به نظر من نوادزه، من بعید میدونم فردا بهت فرصت نمیدم. چهروندی داشت جفتمون هستیم، خسته نباشی، ایشالله تو تورنمنت بعدی میبینمت. نکست. متشکرم. مایک من سخت بازه مایک من باز نمیشه. الان صدای شما رو داریم. من علامتش اینجا، ببخشید. سلام دوستان، من حسین بازیتون هستم، یک عدد شهروند. نگاه کن شماره پنج بازی، تو میگی دو سه با هم دیگه مافیای بازی هن. شماره چهار برگشته گفته ذهن من با سه کلن یکیه، ذهن من با سه کلن یکیه. تو یه دونه اگه به سه رو مافیا داشتی باید به چهار هم میزدی دیگه، با چهار هیچ کاری نداشتی. تو خیلی مشکوکی اینجا. علیرضا پر من باش بازی کردم، اسپانیولی پر قدرت بازی کرد، من تو نقش مافیا دیدمش. علیرضا میتونه شهروند باشه، من سهرم شهروند دارم. حالا چهار رو موج سه نشسته یه خورده مشکوکه رو سوار شده، ولی قطعی مافیای من تا اینجا شماره پنج بازیه. شما نمیدونم چطوری شو شهروند میکنید هم دیگر رو میگیرید، میگه شو شهروند کن. متشکرم. اینو من درک نکردم. سلام بچه ها، من شهابم، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم و در نهایت شهروند پیروز بازی باشه. به نظر من حامد مافیای بازیه. آی حامد، شما یه شماره یکی بازی رو به هر طریقی ران کرده، میگی چرا اکتی زده مثلا به شماره چیش که طالباش بازی نکرده، به عنوان ران بازی یه تارگت زده. حالا تو باید فشارتو رو دو میذاشتی، اگر میخواستی یک و دو رو مافیا داشته باشی دو آت گذاشته با یکی چش باز کنه دیگه. تو باید تمام فشارتو رو دو میذاشتی، اما تمام فشارت رو یکه، در نهایت داری به دو یه ریز تارگت میزنی. حالا علی رضای شماره حتما یه سوال ازت بپرسم، تو فکتت واسه شماره شیش اینه که هیچ فرصتی به دو نداده، درسته؟ یه لایک به من میدی؟ میدم فکتت این بوده؟ من این فکت از شما شنیدم. اگر فکتت این بوده خودت هم هیچ فرصتی برای شماره شیش نذاشتی. من سلام بچه‌ها، رسول اسم من، خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی می‌کنم. دست نبی و همکاراش هم درد نکنه. آقا شیشه که قطعیه به نظرم. نگاه کن مایکی یک مایکشو باز کرده، گفته من یه اکتی ریخته دیدم تو بازی. شیشه. یعنی شیشه مایکش باز شد، باید با یکی دیالوگ کنه. میگه نه، ما فرصت میدیم به یکی. دوه قطعیه. دوه قطعیه. یعنی میگه به یکی فرصت میدیم، دوه قطعیه. خودش میخنده. صاحب زوم هم داره میخنده چقدر شوه. به نظر من آقا شماره 8 تو الان محصای سه رو انقدر شهروند داری، فقط یه مافی مثلا مافیاش هم بزن دیگه، چطوریش به شهروندی محصای سه رسیدی؟ تو مشکوکی به نظرم. پنجم به نظرم در مورد حامد باید نظر میدادی. داداش تو الان دو رو سه رو زدی، حامد گفته من برایندم فقط با محصای یکیه. متشکرم. الان باید لایک بدی، حالا فردا صحبت مشکوکی. ولی شیشه نو آدزه به نظر منم، یعنی یه دو تا سه تا شهروند گفتن دیگه. برو داداش چالش بگیر یارا. تو صحبت دوستان رو شنیدیم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آخولونه ها، از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آپولونه ها، از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. همه هستن، بله. شب معرفه پشت سر گذاشتیم، روز یک بازی هستش، چالش آزاده، جهت صحبت از شماره یک به سمت شماره ده، بفهمید چالش آی شیش بفهم.
آقای شما علیرضا، بریم برای حزبی، یا تو حزبی یا من. تو مگه دور و مافیا داری یا نداری؟ چی داری که بهش میگی من بهش فضا بدم؟ شهر داری؟ شهرداری حامده موج سواری کرده رو دو، بعد میگی قطعید منم. بعد آقای شما ده، چرا باید باش دیالوگ کنم؟ با یک میگم برایش فردا مشخص میشه، چرا باید باش دیالوگ کنم؟ الان حرف میزنه سایدش باشه، چه فکتی میاری باید دیالوگ کنی؟ ببین مشکلی که من با تو دارم شما را شیش میدین چیه؟ اینی که به پنجه خورده نمیگیری. من یه حرفی زدم، من به تو به قول معروف از روی چهره بهت گفتم مافیا، خانم سه خندیده، بعدش به ایشون زدم. ایشون که اصلا کلا یه فکت بر من میسازه، میگه ذهن ناآگاه داری شما. بعد از این که من اتهام زدم خندیدی خانم، قبلش چرا باید به شما اتهام بزنم؟ بعد حامد رو ببینی این فکت رو سریع پیگیر میشه. بین سه و چهار که به نظر من یه مافیاه، ولی شماره پنجه خیلی به نظر من مافیاه. داداش سه و چهار این هم حرف زدن، سه و چهار هیچ یه واو جا به جا نکردن. تو چوری انتخابی به سه اتهام زدی، به چهار نزدی. من اینا رو در آوردم، حالا به چرخه ببینم چی در میاد. شماره 8 بعد من صحبت بکنه. شماره 6 تو داریم میگیم دو قطعی مافیاست، چون به یک فضا داده دیگه. تو خودت تو میگی شماره 2 نیاز نبود راجع به یک نظر بدی. جمله بعدی خودت اینه برایند یک فردا در میاد. تو سیت 6 چرا باید راجع به یک نظر بدی؟ شماره 8 میگه شماره 5 سه رو اتهام زده، باید یه کاری به 4 داشته باشه. مگه تو نمیگی سه قطعی شهرونده تو شماره 8؟ خب بگو 4 هم شهروندت دیگه. مگه این دوتا تو دیدگاه تو یک حرفو نزدن؟ چرا 4 شهروندت نیست؟ تو داری میای میگی شماره 1 گفته شو شهروند نکنین اینا، خود دو تا شهروند داری، یکی 7 یکی 3. به نظر من 8 هم مشکوکه. من روز به 6 رأی میدم، به نظر من ریخته. مافیا قطعی من بودم، الان من چی شدم؟ با هفترم قطعی مافیا داری دیگه. دهرم مافیا داری. چالشش صحبت کنه. صدای من میاد؟ بله. خب شماره 10 بازی تو به من میگی شماره 3 رو شهروند داری، به تارگتش تارگت بزنم. این اصلا برای روز معارفه که این حرفی اصلا نمیخونه. یکی رو شهروند داری، به هر کس داده باید بهش بگی شهروند. تو که خودت به من گفتی مافیا، من که گفتم 54 مافیا، تو چرا به من گفتی مافیا؟ به 54 گفتی مافیا شماره 10 شو کتاب باز. تو همین حرفو زدی دیگه، گفتی 54 مافیا بازیه. دوه میگه تو چرا به 4 و 3 ذهنش یکی بوده، به 4 نمیگی شهروند و 3؟ گفتم 4 سوار موجش ته شده. چی میگی شماره 2 بازی؟ چاله شماره 7 بعد از من صحبت کنه. آقای آرمان شماره 1 منو مافیای بازی داری، یه شماره 8 منو شهروند داره. چرا مسئله از شماره 8 نمیگذره؟ این از تو. ببین شماره 5 تو میگی من 2 و 3 رو با هم مشترک دارم، 4 گفته برآیند ذهنی من با 3 یکیه، فقط با 4 حامد گردن بگیری. چه جوریه آقای ده رسول؟ فکت شما همش کاملا درسته، این واسه ترن معارفه نیست، اون منو شهروند داره، باید تارگت های منو بزنه. علی رضا البته سوال دارم، سه تا مافی قبل از تو صحبت کردم من جز بشم؟ اینو متوجه نشدم. ببین من بعد خودم تهش یه دونه مافیا دارم، حالا زیاد مافیا ندارم. ببین آیا علیرضا نعیم اصلا چی کار داری من دو رو چی دارم یا یک رو چی دارم؟ تو چرا مافیا قطعی دو بود، تو از یک گفتی برای فردا، شماره دو هم گفته یک برای فردا، چه جوری مافیا شماره دو بود؟ تو باید مافیا شماره چهار میشد به نظر من با همون فکتایی که آرمان آورد. ولی آقای آرمان خودش فکر کنم امروز باید بره، حالا میگم چرا. چالش میشینه بخواه. آقا به نظر من شیشه قطعی مافیایی بازیه. آقا شماره 10 بعد از من صحبت کن، دیر شده. ببین شیشه قطعی مافیایی بازیه. ببین شیشه برگشته به یکه داره، به یکه خورده نمیگی. من گفتم یک و دو مشکوک های بازی هم با سه بازی میشه، پس عملا اومدم اون کسی که به تو اکتی تارگت زده رو تارگتش کردم و تو از تارگتی که اون، پس تو رو کاور کردم در واقع، درسته آقای شما شیش؟ در واقع تو رو کاور کردم دیگه، دارم میگم اون تارگتش به تو بی اساسه، تو اون رو رها کردی داری منو تارگت میکنی، امروز هم موج سواری داری میکنی، میگی که ببین هفته علیرضا گفته چهاره مافیاست، امروز تو میگی مافیا چهاره، با هفته داری دیالوگ میکنی. متشکرم.
چند جا من شماره 7 قبل من صحبت کنم؟ صدا میاد؟ بله. چالش نمیخواد. چالش هم برای کی چالش میخواد؟ خب ده برو. چالش سوخ خودتون صحبت کنید. ده بره صدام فکر کنم نمیاد. ده چالش نمیخواد. چرا میخواد؟ نمیخواد. پس هفت بره. تایمتون داره میره دیگه. چالش سوخت. آقا یه لحظه گوش بده. علیرضا تو که واسه من مشکوکی داداش. تو دیروز گفتی سه تا مافیا رو از بین شش تا قبل در میاد. درسته؟ یه دونه شش و قطعی مافیا داشتی. نیدم به کسی دیگه تارگت بزنی. شش مافیا تو به یکی که فضا داده به یکی که تارگت نزنی. دیروز دو عرقت این مافیا داشته، تو هم که دو عرقت این مافیا نداشت، من هم که نمیتونستی مافیا داشته باشی، تو من بازی رو فریز کرده بودم همونجا. تو باید به چهار و شیش و یک تارگت میزدی که نزدی علیرضا. تو واسه من مشکوکی، ولی دو خیلی مشکوکه داداش. فکر کن شیشه مافیا گرفته، دیروز فورسش رو گذاشته رو تو، امروز بلند شد، دیشب بلند شد دیده تو یارش نیستی شهروندی. خب ریج میکنه فقط تو رو میکنه بیرون دیگه، ازش سوال میکنی من چیم؟ خیلی مشکوکی همتون. حامد تو دیروز یه معارفه‌ای داشتی که بین یک و دو دنبال مافیا میگشتی، درسته؟ امروز یک و دو تو بلند شدن شیشه رو تارگت زدن. تو هم تک تارگت فقط داری یک شماره تارگت میزنی، اونم شماره شیشه. حالا شماره دو بلند شد این لالوها یا دروغ گفت. زمانی که شماره شیشه فکر کنم چالش گرفت راجب شماره 7 و 10 که دیالوگ کرد، تو بهشون تارگت نزد، ولی تو گفتی شماره 6 داره به اینا میگه مافیا. به نظر من شماره 2 مافیا، شماره 4 مافیاست. من چالش رو دادم. اگر 2 و 4 که با هم باشن که مافیا بدی هستن، چون دیروز حامد رفته رو موج سوار شده به 2 زده، الان جفتشون دارن میگن من. آقای علیرضا این دیگه آخرین فرصته، چون داری دیسلایک نشون دادی به حامد، الان باید باشه حامد یا رضا رو بگی مافیا، وگرنه مافیای من. اوکی با احترام دیگه حذف میشه. من نمیتونم بازی تو در بیارم. تو دو روز بازی، الان یه روز بازی با یه روز معارف اصلا ما تارگت نده، الان به من زدی، من آوردی بالا، موج سوارش هم میبینی، بعد حامد میگه قطعی مافیا تک تارگتی، منو میزنی دیسلایک میدی، پس باید قطعا چهار گردن میگیری دیگه. چیکار میکنی؟ دوه که من داشتمش با چهار داره قطعی میگن، یکی که من به خاطرش تارگت خوردم داره به من میگه مافیا. دیگه فکت از این بالاتر که شهروندم نمیدونم. خود علیرضا هم الان دیسلایک داد به مافیای من. چالش هم برای شماره 2. شماره 5 معتقدی شماره 6 امروز به من تارگت نزنه، تارگتش یه جا دیگه است. مافیا قطعیت منم. خب باید بگی شیشه با من چش باز کرده. تو تمام افرادی که داری شیشه رو میزنن داری میزنی. داری منو میزنی، هفته رو میزنی دیگه. یعنی شیشه برات شهرونده. شهروند با مافیا قطعیت انگار چش باز کرده. چرا شیشه رو باز نمیزنی؟ میفهمی چی میگم؟ یعنی تو وقتی منو مافیا قطعی داری با شیشه رو بزنی دیگه. ببین من خودم نعیم و علیرضا نعیم و مافیا دارم، یعنی این که داره زیاد تارگت میخوره فکت مافیاییشه. بیرون رفتنش به هیچ دردی نمیخوره امروز، بیرون رفتنش تو این بازی به هیچ دردی نمیخوره، چون نه کسی رو شهربن میشه نه کسی. آرمان باید تارگت میخورد، اصلا نمیتونی بشینی اونجا داداش. بین 3 و 4 اگه جفتی عین هم حرف زدن، چجوری یه دونه مافیا نداری؟ بعد چجوری 3 4 5 هیچ کدوم به آرمان تارگت؟ ببین تو ایرادت به شماره 5 این بوده که 3 و 4 مثل هم حرف زدن بدون اینکه یه دونه واو جا بذارن. عین دیالوگت برای شماره 5 این بود، درسته؟ خودت چرا بینشون یه دونه مافیا داری وقتی بدون واو با هم دیگه صحبت کردن؟ نه امروز یه دونه رای که باید بدید آرمان بیاد تو دفاعی، قطعه به یقین آرمان باید بیاد تو دفاعی. شماره 1 صحبت کن قبل از من. بینهای شماره 7 خانم شماره 3، من نگفتم شما برای من فکت ساختی تو نوبت خودم، به شما اتهام نزدم. آیه شماره 4، من نگفتم شما سوار موج خانم شماره 3 شدی، نگفتم. آیه شماره 5، من نگفتم شما چجوری به 3 اتهام زدی 4، اینن حرفاش همین بود. آیه شماره 7، شما تو کجای بازی هستی؟ تو دنیای خود بازی میکنی؟ نمیدونم، به نظر من بین 3 تا 7 مینیمم دوتا مافیا نشسته.
صدای من هسته؟ چون مایکم بسته است. بله هست. علیرضا اسپانانی شماره یکی بلند شد سه رو زد، سه گفت چرا خب به من داری میزنی؟ حالا میگی بین سه و چهار خلق نکردش. چرا یه مافیا گرفتی نمیدی بیرون؟ میگی بشینه تو بازی؟ کی مثلا بشینه تو بازی مثلا یه اشتباه یه شهروند بدی بیرون بعد شب بیان فلان یاکوزایی کنن فلان کنن. نمیشه که مافیا قطعیت گرفتی من به خاطر اینکه دیروز پر قدرت بازی کردی الان تو میگی شیشه رو شهر مافیا داری شماره 4 حمید داره بهش میزنه دیسلایک میدی. اگه مافیا داری حمید 4 داره میگه شیشه رو دیسلایک میدی بهش، بگو باشه حمید اینم مافیاست یک یارشه، خب چرا به اون دیسلایک میدی؟ الان حمید برای شهروند یا مافیاست؟ چون حمید داره مافیا شو رو میزنه. عجیب شد بود خیلی عجیب. چالش شماره 4 صحبت کنه حامد. ببین از نظر من دیگه در اومد. ببین آقای شهاب خود آرمان الان بلند شد تارگت هاش رو گفت، امروز به شماره 6 تارگت نزده بود، تو گفتی شماره 1 به 6 تارگت زده. ببین از نظر من 1 مافیاست، 6 مافیاست، همین شهاب مافیاهای بازی هن، بقیه تون شهروندید. امروز فقط 6 میره بیرون. اگر علیرضا بگه 1 من 1 هم رای میدم، فکتشو آوردم، امروز به 6 هیچ کاری نداره. من صحبت کنم آقای شماره 10 خواهش میکنم چالش تو به شماره 7 بده چون میخوام راجبش صحبت کنم. ببین آقای شماره 7 من از شما یه سوال بپرسم، شما میگی که شما اگه بره بیرون چیزی از قبلش در نمیاد، منم با بیرون رفتنش مخالفم، میگم میتونه شهروند باشه اما شما از قبلش میتونی حامد رو خلق بکنی دیگه. تو برای من الان مشکوکی، من به حامد چی گفتم؟ گفتم حامد دوه داره شیشو میزنه، مثلا اسم شماره 1 نه بردم. پس حامد تو داری دیگه دروغ وارد بازی میکنی. حامد از نظر من نوعات مافیای بازیه. آقای شماره 7 شما با احترام برای من مشکوکی و شماره 2. شماره 2 و 4 نمیتونن با هم مافیا باشن. بین شماست من فکر میکنم حامد است. چون حامد تو الانم یه دروغ وارد بازی کردی. از نظر من حامد قطعی مافیای بازیه. متشکرم. چالشو میدم به بذار علیرضا اصفهانی بعد من صحبت کنه. آقا یه لحظه گوش بدین، علیرضا دیروز یه دونه نواد داشته، منم یه دونه نواد داشتم. علیرضا امروز میگه که از قبل این شیشه هیچی در نمیاد، یه مافیای دیگه واسه همون مشخص کرده، یک آرمان مایکش باز میشه به علیرضا نمیزنه، میگه 3 و 4. مگه من نگفتم بهتون؟ به نظرم این سایت قشنگه، مثلا یک بیاد بالا علیرضا اصفهانی بیاد بالا، یکیشون خروجی باشه یکیشون فردا بازپرسی باشه و یکی که تارگتش خودش مشخص میکنه. به نظرم این سایت قشنگه. من هنوز شیشه رو شهروند حامد تو چینو زدی؟ آره 1-6-9 چینو بستی واسه خودت؟ ذره عجیبه این چینو بستی. حالا میدونم من شیشه رو شهروندم ندارم ولی کلام نامصب ندارم. متشکرم. به نظرم این سایت 1-7 بیاد بالا. متشکرم. ببین من همه کار دارم میکنم تو این بازی که یه نفر برگرده بگه تو با شماره 6 چش باز کردی امروز نمیخوای بازی بری بیرون، اینجوری هم تارگت نمیخورم. میگیری چی دارم چی میگم؟ دارم صفر کاورش میکنم. یکی بگه آقا تو با شماره 6 چش باز کردی امروز داری دیسلایک میدی، گادفادر کشیده، امروز یه رأی میدید آرمان، یه رأی میدید حامد، یه رأی میدید آرمان، یه رأی میدید حامد. آخه شماره 9 مگه 4 مافیا نداری؟ هم به یک رأی بده هم به 4 رأی بده. صحبت دوستان رو شنیدیم، میریم برای رأی گیری. بچه ها لطفاً تأخیری رأی ندید که شمرده نمیشه. از داورای عزیز اگر جایی من اشتباه کردم لطفاً رو مایک بیایید بهم بگید، ولی پلیرها حق اعتراض ندارن، اینجا غیر از من 3 داور هستن دارن نگاه میکنن. جهت رأی گیری از شماره 1 به سمت شماره 10، 10 نفر تو بازی هستید، 4 رأی دفاع 4 رأی خروج. رأی گیری میکنم برای شماره 1 آرمان، 1-2-3 فریز 5 رأی. شماره 2 رضا، 1-2-3 فریز بینگو. شماره 3 مهسا، 1-2-3 فریز 2 رأی. شماره 4 حامد، 1-2-3 فریز 5 رأی. شماره 5 محمد، 1-2-3 فریز 1 رأی. شماره 6 علیرضا، 1-2-3 فریز 3 رأی. شماره 7 علیرضا، 1-2-3 فریز 3 رأی. شماره 8 حسین، 1-2-3 فریز بینگو. شماره 9 شهاب، 1-2-3 فریز 2 رأی. شماره 10 رسول،
یک دو سه فریز بینگو. دو دوست از خودشون دفاع میکنن، شماره یک آرمان، شماره چهار حامد. یک نفر درباره آرمان. پنج صحبت میکنه. یک نفر درباره حامد. ده بره، ده بره. اول محمد بعد رسول. 30 ثانیه. آقا یه دقیقه گوش بده، امروز که نمیذارم دست به یکی بزنی. عریضه اسپرانی قطعی مافیا استادش میگه تو یکو قطعی مافیا نداری. 3 و 4 و 5 تصمیم گرفت امروز با اینکه ما رو مشغول داره بهش تا مافیا رو شو در نمیوردی داداش. نیدم از بغل محمد بشی. آقا عریضه اسپرانی مافیا است یکو امروز دست نمیزنیم بشی. یک به نظر من شهرمند. اون 4 رو نمیدونم هر چی داره خودتون رأی بدین، رأی ندین مهم نیست. یکو رأی نمیدین امروز. یک شهرمند. رسول علیزا هر کی رو گفتی اومد بالا، من به تو رأی دادم با دو نفر، تو چرا نیومدی تو دفعه من با کارت شهروندی؟ شهاب آقا حامد یه چند چیده، 1 6 10 1 6 9 9 شهاب هم به یک رأی داده هم به چهار حامد رأی داده. داداش تو دیگه نباید به یک رأی بدی که این چینو چیده، تو فقط رأیت باید حامد باشه. به یک چرا تو رأی دادی؟ من به نظرم از حامد که سایت در نمیاد، چند چیده روز یک بازی 3 مافیا داره تو بازی، به نظرم شهرونده. اصلا آرمان صحبت کنه احتمالاً رأی بدم چون سایت در میاد، احتمالش زیاده. حالا صحبت کنم. بچا اکت از همین الان قفل، 40 ثانیه تایم دفاعیه. آرمان صحبت کن. رسول جان اکت حالا سنیو بوسپورس برات مهم نیست داداش، سایت در بیاد چیه؟ شهرون بدی بیرون سایت در بیاد. نه اصلا این خبرا که نیست. ببین شاب مرادی که دقیقا حرف تو درسته، شب تو راجعه من حرفی نزدی، حتی 4 مافیا داشتی به من رأی 1 دادی. ببینید بچه ها این آی شماره 7 نواز مافیاه. خب حالا من اصلا کاری ندارم 6 چیه، تو نوبت صحبتم من به 3 زدم، به 4 زدم، به 5 زدم، به 6 گفتم، تو چجوری به 5 نزدی، به 4 هم نزدی، خورده گرفتم بهش. خب این آی شماره 7 اینو فکت دروغ کرده، کرده تو پاچه این من، به همین فکت من آورده توی دفاعیه. تو چه شهروندی هستی اینو متوجه نمیشی؟ من از شماره 8 اینو گرفتم دوباره تکرار کردم، تو امکان نداره شهروند باشی شماره 7. شماره 4 هم اسمم داره تبر میزنه رو من، نمیدونم من کاری با چه. حامد بفهم آقا رأی عجیبه دیگه. الان علیرضا اسپرلی ما که 7 تارگت منم میخواد، من که دارم میگم 1 مافیاس، 6 مافیاس، 9 عرب باهاشون چین کردم، بعد 9 با تو موافقه که 1 مافیاس، به 4 هم رأی میده و اینقدر با تو یهو موافق شده. 9 رأیش هم به شماره 1 تأخیری بود، رأی پنجم تأخیری رو داد. من حواسم به 9 خیلی هست. آقا امروز هیچ کسی به من رأی نمیده، من قطعی شهروندم تو این بازی، دارم باهاتون بازی میکنم، 6 به 7 خورده میگیره، میگه که تو اگه مثلا منو تارگت داری با جفته و با هم حذف میشیم رو 7 لولای که 7 بابت مافیای من تارگت زده بر من، شماها اینو ملک سواری نمیگیرید. متشکرم. صحبت دو دوست رو شنیدیم، شما دو نفر به هم حق رأی دادن ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 1 آرمان، 1 2 3 فریز، 2 رأی. رأی مجدد برای شماره 4 حامد، 1 2 3 فریز، 2 رأی. دو دوست سابقه دار، با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. دوستان تو فاز شب فقط موقعی که صداتون میکنم به من پیام میدید، پیام اضافه هم نمیدید، فقط اکتتون رو اعمال میکنید. کی چای میخوره؟ فرصت مشورت داره واقعا، هیچکی چایی نمیخوره؟ چایش با سماور آپولون ها، از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون.
در شب گذشته خدافزی کردیم با یک دوست. شماره 7 علیرضا، لطفا تصویرتون رو ببندید. شما تا پایان روز بازی رو نگاه بکنید. بعد از اینکه من اعلام شب کردم، یکی از داورها میاد پیویتون، تا یک وایس بهش مافیا و شهروند قطعیتون رو معرفی میکنید. طبق استاندارد بازی درخواست اعلام وضعیت رأی نمیاره. بازپرسی داریم از دو نفر، شماره های 5 و 2. به ترتیبی که گفتم صحبت میکنید. اکت قفل بچه ها، هر دوست 30 ثانیه به صورت دوئل. شماره 5 بفرمید. آقا من که با وصیت علیرضا میرم جلو دی، حتی به غلط. اون میخواسته امروز یکو بکنه بیرون دیگه، نباید شاد باشه. تو هم که رأی خروج داده به یک از شهروند، منم شهروندم، امروز فقط میخوام رأی بدم به یک. میگم علیرضا تو باید بازی، هرچند توجیه مناسبی نیست ولی که آقا رأی یک علیرضا دیروز کیا بودن؟ من رأی دادم، یک رأی داد با یه نفر دیگه. کی بود؟ چی بود آقا؟ نمیتونن اکت بدن، نمیتونن اکت بدن، اکت قفله. تایمتون تموم شد. من دلیل این که به یک رأی دادم چی بود؟ اول روز معتقد 3 تا 5 مافیان، درسته؟ خودش حالا اتهامشونه. علیرضا گفته آقا من آخر روز معتقد 3 تا 5 شهروندن، 5 کاورش کرده، 4 داره تبر میزنه، به سم اتهام نداره. علیرضای مافیا تو ذهن این آقا اومده گفته خب 4 تا شهروند دارن با هم دعوا میکنن، من چیکار کنم؟ برم یکه رو گردن بگیرم؟ یک نباید به مافیای شماره 7 میرسی. حالا شماره چند 5 چرا مافیاس از دیده من؟ تو ترن خودم میگم توی سیستم بعد. قربونت برم، من که الان برگشتم، اگه مافیا باشم مسیر رو ادامه میدم، میگم تو مافیایی دیگه. علیرضا رو زدم الان ریج آموزارم بود تو دیگه، قربونت برم. من که دیروز گفتم یکی شهرونده، الان مثلا یکی رو مافیا کنم که به چی برسم وقتی با تو باز پرسی؟ بعد موضع من دیروز بالاتر بوده یا من؟ پس امروز باز پرس ملغا میکنه، یک رو امروز میکنیم بیرون به چرخ. محمد به نظرت مثلا اگر حالا تارگت هفته درست بوده، مافیا شانس نمیذاشتن هانتر بوده خودشو به یک بسته؟ تو این سناریو دیگه خیلی نمیشه به شات شبم اعتماد کرد. ببین دلیل من برای مافیای تو اینه، تو دیروز میگی خب تو چرا نمیگی شیشه با تو چش باز، شیشه تو شهروند و ول کرده داره هفته رو میزنه، تو چرا همچنان به 6 تارگت میزنی؟ خب یکه همین کارو نسبت به هفته کرده دیگه. هفته گفته من با شیشه چش باز کردم، فارگتشو برداشته گذاشته یه جا دیگه. تو دیدگاه تو که با این فکت منو میزنی، یکم باید مافیا میشد دیگه. متشکرم. صحبت دوستان رو شنیدیم. بچا دستتون رو به این علامت بالا نگه دارید، هر کی بهتون رأی داد بشمارید. رأی های خودتون رو بشمارید. شماره 5، شماره 2. خب تصاویرتون رو ببندید. بازپرس بازی پی وی من اگر میخواد ادامه بده یا اگر میخواد ملغا کنه به من پیام بده. متشکرم. دوستان تصویر بدید. بازپرسی ادامه پیدا میکنه. لطفا دستتون رو بالا نگه دارید برای شمارش رأی هاتون. آقای رضا شما هم همچنین. جهت صحبت از شماره 10 به سمت شماره 1. رسول رأیت به کیه؟ شماره 10 رسول، شماره 2 شهاب، حسین، شماره 5 علیرضا، 5-2 حامد، 5-3 مهسا، 5-4 آرمان، 5 با 5 رأی. وصیت. خب وضعیت 8 نفره الان،
19 به من رأی، به دو رأی خروج دادن. آره بین یک و دو مافیا هست، من وصیتم دیگه دو، وصیتم دیگه دو، چون منطقی نبود من با 5 رأی خروج برم بیرون. پس یه مافیا تو بازپرسی بوده که من رأی خروج بودم، پس وصیت شهروندی من دو. اگر دو مافیا باشه بین 3 و 4 یه دونه یار داره، 6 هم میشه قطعی. پس من 2 و 6 رو با هم وصیت میکنم، بین 3 و 4 یه دونه مافیا دارم. به چرخه میگه. متشکرم. تصویرتون رو ببندید. سایت شهروند. یک دور صحبت میکنیم از شماره 10 به سمت شماره 1. چالش. آیشی چالش بگیر، رأی دو دادی دیروز. چالش بگیر، صحبت کن بعد من. آقا این رأی دو نداده بود، چطوری به زیرش رأی کشیدین؟ دو نفر اومدن بالا، یا باید ببندیم به شهروندی یک و چهاره، یا ببندیم به مافیایش رأی بدیم دیگه. چطوری 5 دادیم بیرون؟ 5 اومده بالا مافیاست، به دو هم میگه شهروندی. تو رسیدن به مافیای یک کجا بازی میکنین؟ امروز دو میاد بالا میره بیرون. به نظرم تو بازپرسی باید مافیا باشه موزهشو نگاه، عوض اینکه بگه اون بهش میگه شهروندی، این به اون نمیگه شهروند. به نظرم دو مافیاست. شهاب دیروز تو با من به دو رأی دادی، ولی داداش دیروز 3-4 تا رأی کشیدی، به یک رأی دادی، به دو رأی دادی، به 4 رأی دادی، بعدش دیگه رأی ندادی، نه به 5 رأی دادی، نه به 6 رأی دادی، نه به 7 رأی دادی. چین چطوری بود تو؟ مگه حامد نگفته بود یه شو چالش بدین سوال؟ آقای رسول شما الان یعنی یک و شهروند داری دیگه، دو به شما تارگت زده. دیروز بازی مگه کاور حامد رو نگرفتی؟ تو فقط به منو هفت زدی، ناراحت بودی از اینکه منو هفت از هم کوتاه اومدی، تارگتت فقط منو هفت بودی. من اصلا بین اینا مافیا نداشتم، مساویش کردم که اونا تصمیم دیگه چیکار کنن. بعد یک و مگه تو چی داری الان؟ تو دیروز گفتی حامد یک و شیش و نه زنجیرشه، پس حامد شهره، پس با یک قطعیت باشه دو شهرت باشه. الان میگی دو بره بیرون، دو هم میتونه شهر باشه تا آغازه. نمیدونم خانم مهسا بعد از من صحبت کنه. بچه ها به صحبت های من با دقت گوش کنید. ببین حامد دیروز یه چین داشته 1-6-9، تا اینجاش که مشکلی نداریم. حالا رسیدیم به یه بازپرسی، یه 5 داخل بازپرسی، یه 2 داخل بازپرسیه. 5 میگه آقا من مسیر بازیم اشتباه بوده، میخوام فقط یکو بکنم بیرون، کار به هیچ کس ندارم. آقا حامد پس چرا رأی تو دادی به 5؟ واس چی رأی تو دادی به 5 که می‌خواست یک مافیاتو بکنه بیرون؟ شماره 2 دیروز یه رأی خروج داده به 1. 5 داره میگه من می‌خوام یکو بکنم بیرون. میگه نه داداش دیگه من یکو مافیا ندارم. بسته که میگه به 5 باید بری بیرون. دو مافیاست، 4 مافیاس، مافیای سوم ندارم. حالا میگی چرا دیروز رأی دادم به 1؟ من هفته رو گذاشتم به دوتکی، داره با من دیالوگ میکنه، تعامل. یه رأی داده من با من رأی داده. متشکرم. ببینید بچه‌ها دیروز شماره 1-5-10 رأی دادید به علیرضا اسفنانی. علیرضا رفته بیرون، خونده شهروند. بین خودتون مافیا چرا ندارین؟ ها؟ آقای 1، آقای 10 هم شک نمی‌کنی؟ دیروز شما به رأی 1 به یه شهروند دادی، الان نیست تو بازی. امروز تو 8 نفر هیچ کی رأی نمیده، شاد میشینه شادخونی میکنیم. ببینید اگه بخوام وصیت علیرضا رو بریم، 1 و 10 از نظر من چینه. یه یارای مثل شهاب فکر کنم داری شک میکنی داداش. چالش شماره 9 قبل از من صحبت، بعد از من صحبت کن، بعد از من نگاه کن. حامد شماره 4 دیروز شماره 6 به تو رأی خروج داده تو دفاعیه، امروز اومده تو بازپرسی رأیش داده به شماره 5، تو هم اومدی رأی تو میدی پشت سرم به شماره 5. اصلا ندارد بازیه. شماره 5 خیلی افتضاح بازی کردی، رأی دادی تو که خودت میدونی شهروندی. 1 و 10 با تو رأی دادم به علیرضا اسفنانی، بلند میشی میگی من 1 و 2 رو مافیا دارم. باید بگی 1 و 10 توشون یه دونه مافیا هستش، میگی من مافیا ندارم. 1 آخر خیلی بد بازی کرد شماره 5، خیلی بد بازی کرد. حامد که قطعی ترین مافیای بازیه، بین 1 و 10 یه دونه مافیا، 2 هم مافیای بازی، 2 و 4 بین 1 و 10 یه دونه مافیا، بین 1 و 10 اون یکی مافیا هم دیگه رو گردن بگیر، هر کدوم تو شهرونده اون یکی رو گردن بگیر 1 و 10 بازی. مرسی. ببین مهسا اگر شهروندی برگرد به این بازی، بازی توی 8 نفر باید همینجا در بیاد. مثلا بریم تو 7 نفر می‌خوایم چیکار کنیم؟ چون مافیا که قدرتش بالاتر همه رو می‌تونه بیاره دفاعی. یه لحظه آروم بشی. فکتی که واسه شماره 4 دارم میارم درست‌ترین فکت بازیه. آی حامد شما به هیچ عنوان نمیتونستی مسیرت از 5 رد بشه، چون 5 داره میگه من میخوام 1 مافیا رو بکنم بیرون،
واسه چی بهش رأی دادی؟ حامد شماره دو. ببین توی 80 قطعا دوتا مافیا وجود داره قطعا. شماره 10 تنها نفری که با تو به من رأی داده شماره 9. تو میای به من رأی میدی بعد میگی شب تو چرا چیکار کردی؟ خب شب باید شهروند باشه به مافیا قطعی تو رأی خروج داده دیگه. شب وقتی که برای 4 میاری سوراخه. شماره 4 من دیروز به مافیاش رأی 2 دادم، 5 امروز میخواسته بازی بکنه، بین من اون باید شک بکنه. فکتی که میاری منطقی نیست. شماره 8 هم الان فکت علیرضا فریز شدی؟ صحبت کن. ببخش من دستم قطع میشه یهویی. نگاه کن شهاب، نگاه کن تو مثلا میگه الان آرمان مافیاست یا شهره. اگر مافیاست نه تو نه گوش بده خب تو الان آرمانو چی داری؟ من نمیدونم به نظرم تو شهر چون ذهنت شبیه من بود. آقا حامدو بریم دیگه، یا حامده یا دهه. من که نظرم تازه رو دهه. اجماع کنیم مثلا تو هم به نظرم شهری. رضا الان نباید بره بیرون به خاطر ده داره فشار میذاره. اوکی 1 و 4 میتونن یار باشن دیگه. اگر نمیدونم تو مگه نمیگی یک شهر الان شهاب؟ بعد چرا باید این بیا تو رو مشکوک کنه؟ خب میدونم یکی نمیدونم هر جا حساب کنی حامد مافیاست. اینم به شماره 10 بعد از من صحبت کنه. ببین آقا شیشه قطعی مافیای بازیه، فکتشو میارم. پنجی که داشته میرفته بیرون گفته بین دیگه یکه رو ول میکنم، 2 و 6 وصیت منن. تو اگه شهر باشی باید بگی 2 قطعی مافیاست. الان میگه 2 هم مافیا نیست، میگه فقط حامد شهروند مافیاست. من اشتباه همین. ببین دوه که من نمیتونستم بهش رأی بدم، دوه به همراه هفتی که شاد شده رأی داده به 1. اون 5 دیروز داشته میگفته که هفته میتونه مافیایی بازی باشه که شاد شده. آقا فقط امروز رأی میدید به 6. شیشه الان باید میرسید به قطعی مافیا بودن رضا بیگ. میگه که رضا بیگ شهر بریدید و 4 قطعی 6 مافیایی بازی. داداش تو که شماره 6، تو که واقعا دارید که ملق میزنید تو دیگه. دیروز یه هفتی بوده تو رو نواز مافیا داشته روز معارفه، فرداش گفته با تو کاری ندارم، با تو سایت در نمیاد، یه جا دیگه چین زده گفته یک مافیاست، با همون هفته به 1 رأی ندادی تو. داداش تو چه قشویی؟ امروز من رأی دادم به 2، تو رأی دادی به شهرونده، میگی من فرصم دهه، من تو رو 8 نفر میدم بیرون. حامدم قفله. مرسی. چالش رو برمیگردونم شهاب بعد از من صحبت کنه. آقای رسول 1 چی داری؟ یه علی رضایی بوده تارگت فورسش 1 بوده، یکی چی داری؟ الان رفته بیرون نظری در باید فکت شهروندی حامد چی داداش؟ چالش بگی چرا قفل حامد؟ باشه شهاب من باید بازی میکنم. حامد چی جوری الان به مافیا شماره 6 رسیدی؟ یه علی رضایی بوده از 6 دنده عقب گرفته چی جوری؟ حامد 1 برای چی الان؟ 10 چی برات؟ شب باش من باید بازی میکنم. باختی من به علیرضا باخت. ببین حامد میگه که شماره 2 میگه من نمیتونستم، حامد نمیتونست من خلق کنه چون من دیروز رأی خروج دادم. تو پاسپورتی میگفتی شماره 1 هیچی نیست، فقط 5 نمیخوام بکنم بیرون. دیسلک نداره. تو میگفتی فورس 5، 5 میگفت ملغا کنید. من شهروندم، 2 میتونه شهروند باشه، ملغا کنید. تو گفتی نه، پافشاری کردی گفتی 5 باید بره بیرون. پنجی که مثلا شما گذاشته بود توی ذهنتون یکره مافیا. آیا حامد تو هیچ جوره نمیتونی 5 رای بدی؟ کتاب باز. مرسی. جالش برای 8 بعد من صحبت کنم. فکت 8 رو میارم، یه لحظه گوش بدین. 8 معتقد بین 1 و 10 1 مافیاست. منم قطعی مافیام. من به دیروز به 1 رأی خروج دادم، پس منو 1 یار نیستیم. 10 هم به من رأی خروج داده، پس منو 10 هم یار نیستیم. بین 1 2 10 تو دید آقای 8 باید 1 مافیا باشه، نه اینکه 2 قطعی مافیاست یکم بین اونا. این باگ داده، نمیدونم لایک میدن. شهاب تو فقط یه حالت داره شهرون باشه، استعلام 4 رو گرفته باشه. حرفی که من گفتم، من دیروز من تو بازپرسی میگم من به این دلیل به 1 رأی دادم که نباید مافیای 7 رو خلق میکرد، که گفتم 1 شهرونده. آقا من 1 رو هم رأی میدم، من با 7 شهروند و 5 شهروند خواستیم 1 رو بدیم بیرون. مرسی. آقای رضا یه لحظه اجازه بدی، یه لحظه اجازه. آقای رضا یه اخطار میگیری، اطلاق به نقش زنده نداریم. بفرمایید.
نگاه کن، مگه نمیگی دهه به تو رای داده تو بازپرسی؟ دهه الان باید تو رو گردن بگیره دیگه، به شهرونده رای نداده، به تو رای داده. الان میگی من میخوام شیشه رو بدم بیرون، بعد تو چطوری میگی دهه به تو رای داده؟ من نمیتونم بگم دهه ما تو با تو مافیای بازیه؟ دهه که الان به تو رای خروج داده تو بازپرسی، چرا به تو نمیگه مافیا الان؟ چرا نمیگه؟ تو چرا به ده نمیگی مافیا الان به تو رای بازپرسی داده؟ چقدر شوید شما؟ مرسی. میگه فکتای 8 رو دارم من میارم. 9 بعد از من بگه. آخ دیر دیدم، ببخشید رسول. ببین آیه 9، شما به من داداش اتهامت کاملا درسته، مشکلش میدونین کجایه؟ ما به نظر ما هممون داریم به علیرضا اصفهانی میبازیم. داداش این یه فکت اشتباهی راجع به من آورده. خب؟ روی همین فکت اشتباه قفلی زده رو من. خب؟ چرا من اینو باید بذارم شهروند؟ من شما 7 فکتای من، فکتای اشتباه من آورده، من 8 چالش گرفتم، گفتن داداش اشتباه داری میزنی. به من میگفت تو به 3 و 4 و 5 چرا اتهام نمیزنی، در صورتی که من فقط داشتم به 3 و 4 و 5 میزدم. به 5 هم کاری نداشتم اونجوری. به 4 قفلی زده بودم دیگه. به 3 هم که کاری نداشتم. ببین بچه‌ها خیلی بد بازی دارید میکنید به نظر من. مثلا همین آیه شماره 8 چجوری به دقیقه حرف آیه شماره 2 درسته، چجوری دو هر قطعی مافیا داری، بین 1 و 10 مافیا داری. 8 میتونه مافیا باشه، نمیدونم. ببین شماره 2، تو یه دیالوگی کردی که از نظر من همچنان تو مافیایی، تو اگر حامد و مافیایی دادی که تو از کجا میدونی اصلا حامد استلام مثبته؟ این از تو، این توه خیلی مافیاست، چاره مافیاست. رسول هنوزم چاره رو میخوای قفل کنی؟ چاره از نظر تو قفله، پس رسول مافیا سومه. من دیگه مافیایی ندارم، همتون شهروندی. من چاره رو فقط میخوام بکنم بیرون، به هیچ کس کار ندارم اصلا. من چاره برام مافیا ترینه. مرسی. صحبت دوستان رو شنیدیم، میریم برای رای گیری. 8 نفر توی بازی هستید، 4 رای دفاع، 4 رای خروج. رای گیری از شماره 10 به سمت شماره 1 انجام میشه. رای گیری میکنم برای شماره 10 رسول. 1 2 3 فریز، 4 رای. 9 شهاب، 1 2 3 فریز، 1 رای. 8 حسین، 1 2 3 فریز، 1 رای. 6 علیرضا، 1 2 3 فریز، 3 رای. 4 حامد، 1 2 3 فریز، 6 رای. 3 مهسا، 1 2 3 فریز، 2 رای. 2 رضا، 1 2 3 فریز، 3 رای. 1 آرمان، 1 2 3 فریز، 2 رای. دو دوست توی دفاعی هستید، شماره 10 رسول، شماره 4 حامد. یک نفر درباره رسول. 8 تارگت بزن. یک نفر درباره حامد. 9. حامد سریع‌تر. میدم به 9. شیشه مافیاست. میدم به 9. دیالوگ نکنید لطفا. بچه کی از بازی؟ نه از جزو چیز بوده. زنده ها نبود. خب اول درباره رسول بره. آیه شماره 10 بازی. من درست‌ترین فکت بازی رو برای شماره 4 دارم میارم، شما قفل میکنی، بس میشه یارش دیگه. تو بازپرسی هم به 2 رای دادی، میگی من 6 رو میخوام بدم بیرون. چطوری چهار قفل میکنی تو اگه شهروندی؟ الان تو دفاعیت میگی 4 مافیاست، نگی 4 مافیاست، دوباره کاور کنی رای یک و دو هم، رای دو هم خود بجام میدم به تو. 4 چطوری شهرونده؟ شیشه دیروز بهش رای 2 داده تو دفاعیه، امروز شیشه رای خروجیشی تو بازپرسی داده 5، 4 هم پای سر شیشه داده به 5، بعد از 6 بوده. از مافیا کاور کردی اومدی تو دفاع، یا مافیا یارشی، غیر از این نیست. یا 4 و 10 مافیان یا کاور مافیا رو گرفتی، چهار تا قطعی مافیا. مرسی. من درباره حامد رو گرفتم. حامد تو به من رأی هم ندادی، بعد شیشه کاورتو میخواد، میگی شیشه مافیاست، بهش کاور نمیدم. میگی من محکم بکوبم، نمیفهمم تو یعنی مافیا دی. من فکت دارم واسط. آقا من امروز رأی نمیدم واقعا، من نظرم عوض شده، امروز رأی خروج نمیدم، امروز به هیچ کس رأی خروج نمیدم، وای میستم فردا باز هم صحبت ها رو میخوام گوش کنم.
نمیدونم حامد دیال، من فکتی تو رو مافیا دارم، اما الان ریاکشنای تو رو مافیایی ندارم. ریاکشنی که تو الان داری صحبت می‌کنی، من تارگت تو رو می‌خوام، میدم به شهاب به شیش مافیا. اکت قفل، اول رسول بعد حامد، 40 ثانیه بفرمایید. داداش تو کشیدین زیر پنجه شهروان بوده، یه مجهولی تو بازی من دارم تارگت می‌خورم، چون مجهوله رو که کشیدم زیرش تارگت نمیزنم. کجا دارین کدوم سیاره دارین بازی می‌کنین؟ یعنی چی؟ من به دوه رأی دادم، میگم شوملقه این شیشه است که دیروز علیرضا اصفهانی هم همینجوری شاد شده که این شیشه سفید بشه، بگه که منو نمیزد که یکه مثلا پوش بشه امروز بره. نه یکه اومده بالا، نه شیشه اومده بالا، نه دوی که تو بازپرسی اومده بالا، اومده بود بالا نیومده، من اومدم بالا. داداش اگه دو، اگه یکه مافیا باشه، یارش 3-6 که بهش رأی یک ندادن، 3-5 و 6 فکر کنم رأی یک ندادن به یکه، چطوری به یک میزنی خانم مهسا؟ یارش باید خودت باشی، یا باید بگی یک کداشتم میفروختن. قلم میکنم تو ده 8 نفر رأی بدینا. متشکرم حامد. آقا این فکته رو اووردم، ببین شیشه الان دوتا شهروند اوورده بالا، میخواد دهه رو رأی بده منو، کابر منو گرفته، شیشه قطعی مافیاست. ببین یک پنجی داشته میرفته بیرون، گفته از نظر من دوه مافیاست، شیشه مافیایی بازیه. بعد شیشه میگه که دوه شهرونده. خب اگه تو شهروندی یه رأی دادی به اون شهرونده رفته بیرون، پس دوه باید باشه قطعی مافیا دیگه. چرا دوه رو اینجا کاور میکنی؟ آقای رضا بگ تو واسه چی به من رأی دادی الان من رو آوردی تو دفاعیه؟ خانم مهسا من روز اول بلند شدم گفتم من تو رو کاورت میکنم، الان رسیده به مافیای من، واسه چی به من رأی میدی؟ آقای هشت هم همینطور. آقا هیچ کسی نبه، من که قطعی شهروندم. آقا صدام داره میاد، من که قطعی شهروندم، رسول هم از داره من قطعی شهرونده، شیشه الان موافق شده که من شهروندم، رسول مافیایی بازیه، شیشه قطعی مافیایی بازیه. آقا ببندید به شیش، هانتر اگه تو بازیه ببنده به شیش، شیشه قطعیه. متشکر. صحبت های دو دوست رو شنیدیم، شما دو نفر به هم حق رأی دادن ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 10 رسول، 1-2-3 فریز، 2 رأی. شماره 4 حامد، 1-2-3 فریز، 2 رأی. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. بدون اکت تصویرتون رو ببندید. هانتر اگر تو بازی هست به من پیام بده، بروی مافیا فرصت مشکل چایش با سماور آخولانه ها، از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. در شب گذشته خدافظی کردیم با یک دوست. شماره 3 مهسا، لطفا تصویرتون رو ببندید. طبق استاندارد بازی درخواست اعلام وضعیت، رأی نمیاره. یک دور صحبت میکنیم، از شماره 6 علیرضا رو به سمت شماره 10، سر صحبت 6، انتهای صحبت 4. بفهم 9 صحبت کن. ببین حامد، من دیروز 1% برات آدز شهروندی گذاشتم، تو حداقلش اونجا نمیتونستی شیشو خلق کنی، چون یک نفر داره بی‌محابا بی‌دلیل تو رو کاور میکنه به اسم شماره 10. شماره 10 یه رأی خروج داشته، 2 به 2 هم کاری نداره، داره میگه 6 مافیاست. پس حامد تو دیگه قطعی مافیایی. فرش کشیدم زیر هیچ کس با من رأی نداده، تو یه دونه همین شیشه فقط رأی داده. مرسی. آقا باید رأی بده میگه. حامد بچا نگاه کنید چی میگه، میگه من باید قطعا مسیرم به 2 برسه، بعد خودش دور، یعنی من با 2 یارم دیگه که 2 رو نمیکوبم حامد. بعد تو 2 رو داری بهش توضیح میدی، میگه تو راجع من حرف نزدی، چرا به من رأی دادی؟ خب مافیاست،
اگه نمیگی یار منه مافیاست به تو رای داد، چرا بهش نمیگی مافیا؟ چرا تک تارگتی داری منو میزنی؟ بعد اونجای بازی بچا نگاه کن، من برای چی کاور گرفتم؟ چون باید رسول میرفت، یکی رو کاور کرد. اگر حالت دیگه میشناسید بگید، یا میدونه چیه یا یارشه دیگه. پس باید رسول میرفت بعد حامد هم میرفت. من نمیفهم شاب چرا قفلی زدی رو حامد. حالا اوکیه حامد هم که دیگه مافیاست، بین یک و دو من نمیدونم واقعا شهری نمیذاره. چون شما 8 میزنید، بین 4 و 9 و من و 10 کیو دارید شما؟ 8 ول کنید. مرسی چالش. 10 قبل از من صحبت کن آقا. ای علی رضای 6، شما روزی که یه رأی 2 دادی به حامد 4، فرداش یه رأی کشیدی زیر 5 شهربنده، درسته؟ امروز مافیات باید دیگه منو نباید تولید کنه که من به پنج رأی ندادم، به مچول 2 رأی دادم. الان میگی که بین یک و دو مافیاست، یعنی من یارم 2ه. به علیرضا اصفهانی هم گفتم که تارگت درسته، من باهات رأی میدم به 1 بیاد بالا، بعد قابل 4 رو گرفتم. تو که خیلی شوی به نظرم. نه زن دیگه به 6. آقا 6 و 10 جفت زیر شهروندی، از بازی رو برای تو من ایزی کنم دیگه. اگه 6 مافیا باشه من که شهروندم، دو تا دیگه یار داره، 4 تایی تو میرفتی بیرون، پس 6 شهرونده. اینجا چین بازی، چین درست ترین چین بازی 1 2 4 بازی هست. آقای رسول شماره 10 بازی دیروز شماره 9 با شماره 6 با شماره 3 رای دادن، به شماره 4 بازی شده 3 رای، 1 و 2 هیچ کدومشون رای ندادن. چه این درست ترش با من بازی کنید، 1 2 4 تمومه. آقا ایچی من به تو دیروز گفتم شماره 10 بازی، گفتم کاور یه مافیا رو گرفتی، اگه بهش نگی مافیا بهت رای 2 میدم و منو 6 بهت رای دادم. یار ما کجا بوده؟ یار 6 کجا بوده؟ یار من کجا بوده بهت رای بده بری بیرون؟ 1 2 4 تمومه بازی. مرسی شهاب. حامد صحبت کن. من شهروند به همراه 1 شهروند به همراه 2 شهروند امروز رای میدیم شما از بازی میری بیرون. کاراگاهی بلند کردی رو من، به رسول توضیح میدی که تو چیز کردی، تو رای 2 دیروز به رسول بوده، امروز بگی رسول چیز کاور یک مافیا رو گرفته که تو استعلامشو گرفتی، کتاب بازشو. آقای 8 مافیات، آقا گوش کنید، 6 مافیات، 8 مافیاست. ببین من دیروز احساس کردم که ممکنه حامد دیگه مافیا سوم با دستت به من نشون بده، گفتی 8 6، یه سومی هم به من نشون بده. دهره که نداری، 1 و 2 هم که رای ندادم، پس شهاب چینت دیگه، پس تو قطعی مافیا. چرا من بعد چینیم؟ اگر ما مافیاییم، شماره 8ی که تو الان داری بهش میزنی دیروز به تو رای خروج نداده دیگه، باید قبلت باشه. ولی تو میگی اون الان مافیایی بازیه، یه محصای شهربن بوده دیروز با ما رأی داده به اون کنسه من و شماره 6 خورده دیگه، داره با ما بازی میکنه، میگه شب من دستمو دادم به دست تو، میخوام باهات بازی کنم. دیروزم با من رأی داده به 4، چرا باید همچین کسی شاد بشه؟ آیا حامد آقا من نمیدونم اصلا کی شهروند کی مافیا، با من الان باید 4 تا شهروند دیگه، 3 تا شهروند باید با من رأی بده، فقط حامد بره بیرون. مرسی کار نداره مثلا چی دیسلایک چیش. رسول میدم به رضا. رضا برگردون چالشو، رضای شماره 2 آقا گوش بده. الان تو میگی حسین شماره 8، تو میگی رضا روزی یک رکش زیر یارش آرمان، بعد حامدم چه این چیده گفته 1 مافیاست، 6 مافیاست، 9 مافیاست، نظرت اینه؟ میشه که منم کاور کردم اومدم بالا، اینم میشه شد که، چون من نباید دیروز تارگت میخوردم، من هی تارگت کش شدم سر این حامده. صحبت کنیم امروز باید رای بدیم. من 8 رو سر رو اصلا مافیا نداشتم تو این بازی، احتمالا بازی کنم باید. آقا شماره 8 معتقد ما روز 1 انتحاری زدیم، من مثلا 1 و 4 با هم ساید گرفتن، من به 1 رای دادم. نمیشه این چه آقا به من ربطی نداره، تو شهروندی داری اینجوری بازی میکنی، من فقط به نظر من یارت هم 1ه، تو نمیتونی به عنوان مافیا تارگت به آره به نظر من یکم یارته. من امروز به 1 و 8 رای میدم، یه یار داری نمیدونم کدومه، 4 یا 9 نمیدونم. 9 بگه بعد از من. 9 بگو الان، 9 الان بگو. آجی 2 به نظرم تو هم شو کردی، چون اینا دیروز به شماره 4 رای خروج ندادن، تو الان میگی 4 مافیاست، اینها هم یارشن، الان شماره 8 ریج کرده داره میگه تک تارگت فقط شماره 4 باید بره بیرون.
آقا به نظرم دارید زرگری میزنید، دو مافیاست. حامد تو الان به چهاره داری لایک میدی؟ حامد داری به دوه لایک میدی؟ من که از اول بازی دارم میگم بین شما مافیاست، رسیدم به مافیای جفتتون. شما آیه شماره دو، یه نفر من و تو رو با هم باکس کرده، ما زرگری داریم میزنیم با هم، بعد داداش تو مثل اینکه قطعی دیگه مافیایی، تو اصلا من نمیدونم، من اینجا با یکی دو تا آره این قطعی مافیا هن نظر من. ببین چین احتمالا همینه، احتمالا دو چار هشتن این چیزی که من در آوردم. نمیدونم ببین آیه شماره چهار شهروند اینجا داشت، یه نفر تو رو دو روز گردن گرفته شماره نوه و فقط بگی نو، من چیزی باید بزنم حس شهروندیت تو بگیرم؟ نمیدونم. ببین مافیا رو من رسول مافیا ندارم، من رسول اصلا مافیا ندارم، شهابم ندارم، ستای دیگه بین ایناه. چهاره نمیدونم، من با شهاب بازی میکنم چون سه هم دیشب دیروز میخواست با شهاب بازی کنه، دیگه تو بازی نیست، چیزی که من نرو. شماره ده بعد من صحبت کن. آرمان همین کاری که کردم تو هم کردی دیگه، من گفتم هشت دوتا یارش رو زدی یک و چهار، تو میگی هشت دوتا یارش زده دو و چهار، من قطعی مافیان با طرز فکر. آقا واقعا کتابش باز یکا، هشتم کتاب، یک و هشت قطعی مافیان، نمیدونم یارش چهار یا نه، اینو نمیدونم، یا شکار ندارم. یک همون ایده ای که من دارم و داره، میگه دو قطعی مافیاست، چجوری باید مافیایشو شو بکنه براتون. شماره هشتم که اصلا چینش خیلی افتضاحه تو. یک و هشت مافیان، یار سومو ندارم. آقا من شهروند میگم یک و هشت مافیان، با من رای بدید. شب اگر میگید چهار مافیاست، من امروز به تو رای میدم، به چهار رای میدم. مرسی. آقا یه لحظه گوش بدین، آرمانه الان میگه چینشون دو چهار هشته، مثلا هشته گفته روز وقاحت، من رسول شهروند رو نمیزنم، میخوام یارمو بدم بیرون روز وقاحت. آرمانه که شو کرده، به باگ مافیایی خورده، منم شهروند داره، یعنی به باگ خورده، میگه رسول شهرونده، چینم دو چهار هشته، امروز همون تارگت علیرضا اسفنانی روز یک میدیم بیرون، اصلا مهم نیست. آجی تو به باگ خوردی، نباید به من میگفت شهروند، تو باید چین میچیدی مثلا شیش نو. مرسی. دو چهار و دو چهار تو رو که اون میگه یک بره، یک امروز آرمان سیفه. حامد نوبت خودت. میدم به نو. آقا اون فکتی که راجب شیشه میارم الان راجب دوه هم صادقه. ببین یک پنجی داشته میرفته بیرون، گفته از نظر من دو و شیش قطعی مافیه های بازی هن. من فقط میخوام این دوتا رو بدید بیرون. الان این دوتا هم دیگر مافیا ندارن، دوه هم داره یه جای دیگر رو میزنه، دوه رو میتونید امروز بدید بیرون. شیشه هم که قطعی مافیاست، دوه هم قطعی مافیاست. آی شاو آی یک، من با شهاب زیاد بازی کردم، از این پرت و پلاها زیاد میگه. دیروز گفتی به کسی رأی نمیدی، رأی فرشته دی زیر من، من که تو رو مافیا ندارم که کتاب باز ای رأی میکشی زیر من. دو رو امروز رأی بدید بره بیرون، شیشه هم مافیاست، شیش و دو رو میتونید با هم دیگه بیارید بالا. رسول کنسه نخور، من قطعی شهروندم. مرسی. من قطعی شهروندم که هم من اومدم بالا هم تو اومدی بالا. حامد میدونی من چرا ذهنم تو الان میگی دوه مافیاست دیگه، من که تو و دو رو با هم مافیا دارم، تو میگی دوه مافیاست دیگه. فرض کن الان تو داری میگی شهاب شهروند دیگه. آقا دیال نه یه لحظه گوش بده، یه لحظه گوش بده. شماره ده بخوای باز دوباره چیزی کن، دوباره میکشمت بالا دادش، برای من کاری نداره، من شهروندم. حامد معتقده که من شهروندش رای دادم بیرون نرفته. خب مافیا کدوم گوری بوده حامد؟ من چه جوری باید به تو بگم شهروند؟ من امروز به دو رای میدم، به چهار رای میدم. رسول بخوای مقاومت کنی دوباره میکشمت بالا. مرسی. صحبت ها رو شنیدیم، میریم برای رأی گیری. هفت نفر تو بازی هستید، سه رأی دفاع، سه رأی خروج. اول صحبت شماره 6، انتهای صحبت شماره 4. همینطوری رأی گیری میکنم. رأی گیری میکنم برای شماره 6 علیرضا، 1 2 3 فریز، 2 رأی. شماره 8 حسین، 1 2 3 فریز، 1 رأی. شماره 9 شهاب، 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 10 رسول، 1 2 3 فریز، 2 رأی. شماره 1 آرمان، 1 2 3 فریز، 4 رأی. شماره 2 رضا، 1 2 3 فریز، 5 رأی. شماره 4 حامد، 1 2 3 فریز، 2 رأی.
دو دوست از خودشون دفاع میکنن، شماره یک آرمان، شماره دو رضا. یک نفر درباره آرمان، مایکت بسته است. آی آرمان، درباره تو به کی میدی؟ ده صحبت میکنه. رضا، درباره تو به کی میدی؟ میبنده. اول رسول 30 ثانیه، بعد دو دوست دفاع میکنه. داشت نگاه کنم، فکر تو اینه که تو روز یک اومدی بالا، دو نفر بهت رأی دادن، دو هفت هفته شاد شده. خب اون اگه اون علیرضا اصفهانی که شهروند بود، تو هم شهروند بودی، علیرضا اصفهانی یعنی یه قدرت نداره تو رو با نقش شهروندی پوش کنه. مافیا کجا بودن؟ فلج بودن اصلا دو سه تاشون. تو بعد دیروز گردنش میگرفتی دو رو، علیرضا اصفهانی شاد شد، رأی چرا واسه پنج بوده؟ به نظرم این یک بره امروز. الان هم چه این چید هشته میگه یک دو سه با هم مافیان، یک آرمان میگه دو چهار هشت با هم مافیان، میگه رسول هم شهروند دارم. داده چطوری رسیدی به شهروندیه؟ من نمیدونم. مرسی. یک بره امروز به نظرم، همه رای بدین چهار رای یکی بره. مرسی. دو دوست میخوان از خودشون دفاع کنن، اکت از همین الان قفله. آرمان بفهمید. ببین رسول جان، من چه مافیای داغونی هستم که دو نفر دیگه میخوان از من دفاع کنم؟ من تارگیت میدم تو منو بکوبی. اگه مافیای واقعا نوش جونت، من کنسه ناگاهی دیروز دفاعی تو رو خوردم. خب ولی نمیدونم، احتمالا مافیایی که متوجه حرف من نمیشی. داداش فکری که داری برای من میاری چجوری رو شماره چهار نمیشینه؟ ببین من چهارم مافیا قطعی ندارم، من دو رو قطعی دیگه مافیا دارم، یه شماره دوی دو روزه داره رو من پارو میزنه. به قول خودت یه اسپانیایی شهروند بوده، یه دو مجهول دیگه، این به من رأی دو داده. خب فرداش من باشه دیالوگ کردم دیگه، گفته نه آقا من دیالوگ تو رو نمیپذیرم، تو قطعی مافیایی. ببینید بچه‌ها، شماره دو با پنج اومده توی بازپرسی، پنج رفته بیرون. یه سریاتو معتقد بودین این دوه مافیا بوده، دیروز نیومده تو دفاع. این چه شهروندی دیروز تو چه مافیای شهروندی دیروز تو دفاع نیومده؟ مافیا کجا بوده؟ شماره یه پنجی تو پاسپورتی خواسته ملغا بکنه، درسته؟ خواسته رو توی شهروند پارو بزنه اون شهروند. من مافیا چرا نگم پاسپورت ملغا بکنه، منو پنج تو رو بدیم بیرون، فردا پنجه بره بیرون. شماره هشته میاد میگه من روز یک به یارم رأی دادم، به هفته رو شاد کردم که فشار رو یارم زیاد بشه، ساید اون یکی یارم با اون یکی یارم در بیاد. او چجوری با یک هشت قطعی مافیا؟ اون یکی رو نمیدونم. حامد اصلا تو چجوری به من میرسی؟ یا شهاب، حامد، شیش، ده، هشت، هر کدومتون شهروندی به یک رای بدید، به خاطر شماره هفته به یک رای بدید، به اون ببازی. مرسی، متشکرم. شما دو دوست با هم حق رای دادن ندارید. رای گیری مجدد برای شماره یک آرمان، یک، دو، سه، فریز، دو رای. شماره دو رضا، یک، دو، سه، فریز، سه رای. رضا وصیت. یک هشت درست بود دیگه آقا نبی، با نو یک هشت نو مثلا. خسته نباش. متشکرم. با اعلام من شهر ما شکست میخوره. رسول خیلی تعجب کردم، تو مگه نگفتی یک؟ چرا رأی تو دادی دو؟ واقعا اصلا من از این داشتم نگاه میکردم فریزی چی؟ خیلی تعجب کردم. خیلی خب بچه ها، اجازه بدید من نقشه رو بخونم، بعد مرتبتون میکنم، خودتون صحبت میکنید، بعد داورها صحبت میکنن و امیدوارم که از بازی لذت برده باشید. شماره یک آرمان شیاد بازی، رضا روینتن، مهسا کاراگاه، حامد پزشک، محمد شهروند ساده، علیرضا شهروند ساده، علیرضا نعیم شماره 6 شهروند ساده بود، علیرضا اسپنانی بازپرس، حسین معصومیان گادفادر، شماره 9 شهاب ناتو، شماره 10 رسول محقق بازی بود. شب اول شاد شماره 7 بازپرس بازی بود، شیاد شماره 10 رو گرفته بود، شماره 10 محقق بازی بود، کاراگاه نبود. پزشک شماره 10 رو سیو میده، محقق بازی رو سیو میده، کاراگاه استعلام بازپرس شماره 7 رو میگیره، استعلام شهروندی. محقق به شماره 9 ناتو بازی بسته بود که اگر به هر نحوی اون روز خروج پیدا میکرد شماره 9 رو با خودش میبرد.
بازپرس در کمال تعجب شماره 2 روین تن بازی و شماره 5 شهروند ساده رو وارد بازپرسی کرد. شب دوم شاد شماره 3 کارگاه بازی بود. شیاد رو شماره 10 خوابیده بود. شماره 10 محقق بازی هستش. پزشک خودش رو سیف میده. کارگاه استعلام پزشک رو میگیره. شهروندی محقق خودش رو به شماره 6 شهروند ساده میبنده. بازپرس هم که دیگه نداشتید. و به این نحو بازیتون تموم شد. عرضم به حضورتون این که داورها میخوان قبل از بچه ها صحبت کنن یا بعد از بچه ها؟ احتمالا بعد از بچه ها صحبت میکنن. من فقط ترتیب خروج رو بعدش بعد. چشم ترتیب خروج رو من رضا بیگ بعد از مهسا میشه و بعد به ترتیب شماره من میذارم. چه شهروند چه مافیا به ترتیب شماره صحبت میکنن. بچه از این 2 دقیقتون استفاده بکنید، تلاش کنید طرز فکرتون رو، نقاط مثبتتون رو برای داورها شرح بدید و نکات مثبت بازیتون رو بولد بکنید. از شماره 7 علیرضا بفرمایید. مرسی آقای نبی و بقیه دوستان، خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. من حقیقتا خیلی اهل تورنمنت و اینا نیستم، حالا به احترام بعضی از دوستان که گفتن من باعث افتخارم بود در کنارتون بودم. امیدوارم که تو مراحل بعدی بدرخشید. من بازیمو بگم آقای شماره 5 خراب کرد، تعارف نمی کنم. یعنی واقعا کاری با حامد نداشتم، یه ما مطمئن بودم بین 1 و 4 سایده، ولی تصمیم گرفتم از تارگت کاوراش یه دونه رو بیارم بالا، چون شماره 5 کلن یه دونه مافیا داشت. شماره دوی که با من به شماره 1 رای داده بود، و واقعا دارم میگم اگه تو بازی بودم ملغا میکردم. یعنی میفهمیدم که چون خیلی اکتی شهروندی صحبت کردن و آقای رسول ساده ترین کار رسیدن به مافیایی شماره 5 برای یک شما بودا. 3 رأی داشتم داداش، نه 3 رأی 1 داشتم، 2 تاشو خودت میدونستی دیگه، راحت ترین کار بود. آقای حامد تا کی میخوای خوش پلی بازی در بیاری؟ 6 رو من شهروند کردم رفتم. فکت ولید معارفه شو، یعنی اصلا از چلنجه گفتم، منتظر بودم آرمان تارگت بخوره، منتظر بودم. میگفت 3 و 4 یه حرفی رو زدن، واو بینشون نبوده، 5 باید بینشون مافیا دارم، من بینشون یه دونه مافیا دارم. شما باید بهش رای بدی خانم مهسا، شماره 5 شما باید بهش رای بدی، بین شما دنبال مافیا میگرده. رای 2 دادم دیدم یه نفر داره صفر کاورش میکنه، فایده نداشت. آقای حامد ساده ترین کار برای شما پیدا کردن شماره 9 بود، تارگت بک. ول کن شیشو ول کن. وقتی فکت دارم میگم آقا دارم بی منطق دیسلایک میدم، یکی جرئت نکرده بلند شه بگه تو داری یارتو کاور میکنی. معلوم بود از دیتا شهروندی من داره تارگت میخوره. آدمتون گرم، من که حالا بیشتر اومدم خودتون رو ببینم. خسته نباشید، ان شاءالله تو مراحل بعدی موفق باشید. مرسی. متشکرم. محمد جان بفهمید. آقا سلام مجدد. علیرضا جان راست میگی، من که بد بازی کردم، ولی 2 تو بازپرسی داشت و میتونستی برگرد. من گفتم آقا ول کن، تو هم شهروندی، هرچند بازپرس تو بازی نبود که ملغا کنه، ولی نقطه عطف میشد همونجا تو دیالوگا اگه برمیگشتی میگفتی داداش باشه بیا یکو بکنیم بیرون، همونجا نقطه عطف میشد. لاغر من دیگه تو رو وصیت نمیکردم، حداقلش دیگه این بود، وصیت هم یک بود. در کور که من خیلی بد بازی کردم، یعنی فکر کنم کاراگاه رو ول کردم رفتم پزشک رو تارگت کردم، باز پزشک رو ول کردم رفتم یه شهروند دیگر تارگت کردم، ولی کن که خوش گذشت. آقا دمتون گرم، علیرضا هم شهرونده من بد بازی کردم. شب همگی خوش. متشکرم. خانم مهسا بفهم. مرسی نبی جان بابت روایت. تبریک میگم به مافیا، خسته نباشید. ببخشید من سرما خوردم، صدام گرفته، نمیتونم صحبت کنم، عذرخواهی میکنم. ببخشید. متشکرم، امیدوارم زودتر حالتون خوب بشه. رضا جان بفهم. آقا نبی مرسی باز دوران کردین.
تبریک به تیم مافیا. من رای اشتباه ندادم به شهروند، رای دو اشتباه، یه رای یک دو خروج دادم به شماره یک. حامد به تو رای خروج ندادم، رسول به تو رای خروج ندادم تو وقاحت، تارگت هم بهت نزدم رسول، عجیب بود. یعنی من کی تو رو گردن گرفتم؟ یکو چجوری بابا، چجوری باید یکو بزنم؟ گوش نمیداد این چیزایی که میگفتم. من هشته معتقد من روز یک رای خروج دادم به یارم که ساید حامد یارم در بیاد. خب چجوری یه مافیا خودشو باید شو بکنه براشون؟ شماره یک پشت بندین. من میگم هشته داره با یک زرگری میزنه، شماره یک میگه ای تو معتقدی دوتا یار با هم زرگری میزنن، پس تو و هشت با هم بیاری. یعنی همون حرف منو داره میزنه، میگه توی مافیای. خب مافیاست دیگه. من گفتم یک و هشته تو وقاعد مافیان، با یکی دیگه یا چهار یا نو. نمیدونم واقعا نباید من رأی میدادین، اصلا رأی یک هم نباید میدادین. حامد من به تو مثلا رأی خروج دادم، کجای بازی به تو رأی خروج دادم؟ کجا تو رو تارگت کردم؟ یه شهروندی شهاب شماره 9 به نظر خود شهروند داره تو رو میزنه، شهروند دیگه. من خب با اون شهر، من مافیا با اون شهرونده به تو رأی میدم، چرا بیام تارگت جدید خلق بکنم؟ رسول تو وقاحت تو دو تا رأی آوردی، 8 و 6. من یکی از تارگتام رأی خروج تو شماره 8، به تو هم تارگتی ندارم. به نظر خودم تو شهروندا خوب بازی کرده. خسته نباشی. متشکرم. آرمان جان بفرمایید. بله. تشکر ویژه از شما و داوران عزیز، مرسی که بازی رو ران کردی نبی جان. بازی خوبی بود. من به عنوان شیاد اول گفتم که بازی رو شهروندی شروع کنم، بعد دیدم که نه مثلا خیلی فایده ای نداره. یعنی آی شماره 7 به من میگفتش که تو چرا به 3 و 4 و 5 و 6 نمیزنی، در صورتی که من کلا راجع به این 4 نفر حرف زدم. یعنی مثلا من شهروند بودم خیلی بدتر میباختیم به نظرم. و حالا ابن اونجا روز یک بازی بود و تموم شد. شاتمون هم خوب بود، شاتمون خوب بود. فرداش که شد ما یعنی شب حرف زدیم که آقا من احتمالاً میام با یه شعبان رای بدیم، یه شعبان بده بیرون و بعدم تو هشتا رای بدیم ببریم. ولی خب اصلا من عجیب بودم بودم دو و پنج اومدن. آی شماره دو هم خیلی دیالوگ پذیر نبود. یعنی به من میگفتش که تو به میگفتش که نباید هفت تو ذهنت ساخته میشد. من بهش میگفتم حرف درسته، منتها هفته به فکت غلط داشت منو میزد. به این خاطر بود که من هفت تو ذهنم ساخته شده بود، ولی مسیرش درست بود. حالا مسیرش رو کاری نرم، به خصوص مسیرش توی زرگری منو هشت درست بود. روز دوم بازی، روز سوم بازی، روز دوم بازی یهو شب کلا که میگفت چهار کارگاهی رو چهار نوشته بود و یهو گفت من رای نمیدم. یعنی من آماده بودم به چهار رای دو رو بدم و بازی تمام شه. فکر کنم حس کرد هانتره، یه حرفایی زدم توی گروه اگشتون فهم قضیهش این بود. و ولی شعب جان که ناراحت بودی چرا دفاع بد ندادم تو روز وقاحت، به نظرم تارگتی که به رسول دادم سیومون کرد. یعنی اگه اون حرفا رو باش نمیذارم به من رایو میداد و خیلی موضوع وخیمی میشد. خلاصه اگه اذیتتون کردم 8 و 9 اسخای میکنم. امیدوارم که بازی به خوش گذشته باشه بهتون و به من که خوش گذشته. مرسی. متشکرم. آقای حامد بفرم. مرسی از اینکه وقت گذاشتید بازی رو ران کردید. آقا من خیلی واقعا اعصابم خورد شد تو این بازی. ببین روز یک بلند شدم گفتم آقا یک قطعی مافیای، روز معارفه گفتم یک به دو تا فکت، به سه تا فکت مافیایی بازیه. بعد دوباره یادم نیست به چه فکتی یکم چیزش کردم، ولی گفتم یک مافیایی بازیه. شیشه اومده میگه که یک شهروند چهار مافیاست. بعد آی شهاب هم اونجا ریج کرد رو من. چرا دیگه گفتی که من با علی چیز بازی میکنم، گفتی من چهار مافیایی بازی اونجای بازی. ببین بعد روز یک که من اومدم توی دفاعیه، علی رضا اسپنانی اگر تارگت منو نمیگرفت من میخواستم قطعی اون شب سیوش بدم.
چون من یکی رو خیلی مافیا داشتم، گفتم که الان دیگه علیرضا باید برسه به شهروندی من. تارگت منو اگه نمیگرفت من واقعا سیوش میکردم. درسته رأی دو به من نداد، ولی تارگت من رو هم گرفته بود. یکی رو خیلی مافیا داشتم. اون شب اومدم رسولی رو سیو دادم، خودم که قطعی شات نمیشدم دیگه. اومدم رسولی رو سیو دادم که از من کاور کرده بود. بعد به علیرضا اسپنانی هم یه شکی کرده بود. خوشم اومد از بازی رسول روزی. درست شد. بعد روز دو اومدم تو بازی، شهاب چی گفتم؟ گفتم چین من 1 و 6 و 9 هم. همون روز 1 که اومدم توی دفاعیه. بعد اونجا هم ببین مهسا رو هم میخواستم اون روز سیو بدم، چون شهاب بهش گفتش که بیا با من بازی کن. من احساس کردم که مهسا شهرونده که میتونه با میتونه شهروندی باشه که اینا میخوان کنسش بدن، ولی شهاب که گفت من به کسی رأی نمیدم، اونجا دوباره من بهش رأی ندادم، یعنی اصلا نیوردمش تو دفاع. برای من شهاب مافیا نبود. هشته من میخواستم اون شب مهسا رو هم سیو بدم. مهسا اگه به من رأی نمیدادی، من اون شب قطعی تو رو سیو میدادم، چون شهاب اومد با تو دیالوگ کرد، تو میخواستی چیز کنی. بابا من شما ده دارم بهت میگم دیگه، بابا مسیر تو اصلا نباید به دوه میرسید اونجای بازی. خودت هم که گفتی یکه بدی. بابا یکه روز اول رأی دوی مجهولی رو از قول تو داشته با یک هفته قطعی شهروند تو. مرسی. یه قطعی شهروند بوده دیگه، باید یه رنگ میدادی یک میرفت از بازی بیرون. من معذرت میخوام اگه بد بازی کردم. شهاب رو باید میزدم آره، ولی احساس میکردم اگه شهاب رو بزنم رأی میاره. من دکتر بودم، من نمیخواستم رأی بیارم اونجای بازی. من نمیخواستم اونجای بازی رأی بیارم. همش هم یه جوری بازی کردم که به من رأی ندی. متشکرم. علیرضا ازم بازیتون که خسته نباشید بچه ها. خیلی خوشحال شدم که تو این بازی بودم. به هر حال بازی خوبی برای شهروند نبود، بازی خوبی برای مافیا بود. و من به عنوان شهروند ساده ذهنم سعی کردم که چرخش داشته باشه، یعنی علیرضا مثلا تو اوجی که گفت فقط میخوام برم بیرون، بهش گفتم بیا بس با هم حظ بشیم. و وقتی که برگشت زد به 1، آقا حامد من لایک دادم، من شماره 1 و مافیا داشتم، فقط نمیخواستم علیرضا دیگه انقدر بره زیر فشار. برای همین باش دیگه، چون داشت تارگت میخورد از دو و اینا، من دیگه نمیتونستم که اینجوری پشت دستش بازی کنم. ولی شما اصلا بازی منو خراب کردی. به خدا من کاورتو میگیرم، پاشاده 10 و 4 من کاورتو گرفتم. میگی تو کاور گرفتی پس تو مافیایی. ولش نگاه کن، تو نمیذاری من ذهنم بچرخه. گوش کن، تو نمیذاری. بعد 10 و آقا رسول ببخش من اون تارگتم به تو اشتباه بود، چون تو نمیتونستی به 2 برسی. 2 اومده تو بازپرسی، من اولین کسی بودم گفتم 2 شهر. خب با اینکه اومده تو بازپرسی و یه شهر دیگه رفته، پس 1 به شهاب خورده گرفتم با اینکه پشت دستش داشتم بازی کردم، ولی گفتم شهاب تو باید به 1 برسی. ولی وقتی شهر همش میزنه به گفتم شهاب بگه نمیگه این به اون بوده باید چیز باشه، چرا باید خودشو مشکوک کنه و بده بپنه. ولی در کل 8 هم که آقا اونجا بازی اصلا 4 نباید میمد بالا، همه داشتن گفتن 4 خیلی تابلو بود که 4 شهره، ولی 4 پا میشد گفت 6. من به رسول که گفت که تا گفت که 1 لایک دادم دیگه. رای خروجش هم خودم فکر کنم رسول بود اگر اشتباه نکنم، رای خروج روز آخره نبودیم. آه رسول تو رای ندیدم. ولی نگاه کنم قرار کردی که من بهش بدم. ولی خیلی عجیب غریب بود. تو روز قبلش هم منو چیزو داشتی، علیرضا رو داشتی میکوبیدی تو روزی که ما ذهنمون چرخیده، بعد نمیزدی اونور. پاشادم گفتم تو احتمال زیاد مافیایی دیگه. من خب مافیا هم خوب بازی کردم به نظر من، ولی آرمان باید میرفت بیرون. خداییش دیگه ببخشید داده علیرضا هم دادین رفته بیرون روزی نمیدونم چی بازی. بچه‌ها بچه خیلی خوشحال شدم و تشکرم میکنم از داورها و آقای راوی. ممنون علیرضا جان. آقای حسین بفهم. خب من اول از همه خسته نباشید میگم به راوی بازی رو برامون روایت کردش. یه خسته نباشید میگم به شهروندا، یه تبریک هم میگم به یارام. آرمان بذار با تو دیالوگ کنم. من گفتم تو گروه رفتی حداقل ما رو نذار لایدن. تو روز آخر بازی چرا به شماره 4 میزنی؟ بگو من اگه مافیا بودم تو دفاعیت، باید میگفتی من اگه مافیا بودم با 3 و 6 و 9 رنگ میدادم 4 میرفت بیرون. اومدی میگی 4 مافیاست. میدونی ما که دوتا یاراتیم به تو رنگ نمیدیم، رنگ اون شماره 4 هم بخر بذار 2 رنگ بیاری، نهایت شماره 6 و 10 رو بیاری.
گفتم وای رفتش بیرون باختیم اونجا به چار زدی. بعد شماره دو میگفتش دهه شماره هشت میگه چرا؟ میگه یک و دو و چار با هم دیگه مافیان. کاوه به من اگه چالش میدادی من میگفتم، میگفتم به خاطر اینکه علیرضا اسپنانی دوتا یارای تو رو گذاشته بود زیر فشار، تو با شماره چار به شماره یک رای داده بود، چار یک با هم دیگه یار بودن، پس حق رای شماره چار سوخته بود. تو میدونستی شماره یک رای نمیاره، یه رای همینطوری فیک انداختی زیر شماره یک بازی. چالش میدادی با همین حرکت هم یک کاری میکرد، اصلا تو دفاعیه نیای، نهایت میومد دفاعیه ولی رای خروج نمیورد. نباید توی اینطور جاها تارگت بزنی به کسی که قرار رای بده. راحت باید این دیالوگو میکردی، اصلا شماره چهار عمرم بهت رای میداد. اصلا میگن این کارگاه اصطلاح مستحسن بود بهت رای نمیداد، اینطوری بهت بگم دیگه، کارگاه اصطلاح مستحسن بود. من اونجا دیگه دوچار به شهابم گفتم، گفتم ذهن شماره ده رو درگیری کن. من نمیگم بقیه بازیکن‌ها، گفتم دهه داره خیلی زوم میکنه، ذهن شماره ده رو درگیری کن نتونه به یک تارگت بزنه، که خودم این کارو کردم. بین دو و ده انداختم، مهسا هم یه خورده با ما بازی کرد، ذهنش رو شماره یک چرخید، ولی تو روز وقایع توی هفت نفر برگشتش به بازی دیگه، رسول شماره ده دیگه اونجا رای نداشتش. خسته نباشید، عالی بودید همه. متشکرم حسین جان. شهاب بفهم. خسته نباشید آقای نبی، تبریک میگم به شهروندا، خسته نباشید به یارام، بازی خوبی بود. شماره هشت جایی احساس کردم بهنام نشسته توی بازی، من نمیدونم بهنامو میشناسی یا نه. اون چینه یک دو چهار اصلا مگه میشه یه همچین چینی بچینی؟ دیوونه شدم واسه یه لحظه، رنگم پرید، گفتم باختیم. یکره دیگه حداقل نباید چین میکردی، چون نمینشست. دوه به یکره اگه خروج داده، چهاره از اول بازی میگفته یک شیش نو، اصلا منطق نداشت. یه لحظه گفتم باختیم تموم شد. ببینید شماره یک بعد میدادی به من، چون من حامد رو بعد آروم میکردم به تو رینه. ده زیاد مهم نبود، تارگیت بهش ممکنه ذهنش بر نگرده. دیدی تو با اون ریس تارگیتی که به چهار زدی کشید زیرت برش، یعنی اگر میرفتی تموم بود، باخته بودیم، چون چهار رای خالص شهروندی داشتیم. مدی دفاعی منو چیز به رای ندادیم دیدی، چهار تا رای خالص شهروندی داشتی، قشنگ شو میشدیم. بازی خیلی خوبی بود، سعی کردم من خیلی یار فروشم، خیلی جلوی خودم رو گرفتم حاجی نفروشم، خیلی جلو خودم رو گرفته بودم نفروشم. یه دونه رای یکی بود، یک دادم بتونم، رای پنج بود، حامد دیده بود تأخیریه. حامد تو اینا رو دیده بودی، باید میرسیدی به مافیای من داداش. من خیلی شو بودم، واقعا شو بودم، چون تمام شهروندا رو من تارگت زده بودم. شهروندی که تو این بازی فکرم تارگت نخورد از من یه دونه شیش بود. آره یه دونه تو گفتم واجی پرت میدن، دیدم نه پر نکشیدی. اونجام حامد یه لحظه فکر کردم هانتری، رای یک بهم ندادی، داری تارگت میدی، من بکوبمت بکنمت بیرون. بعد دیدم گفتی هانتر به بنده بشیش، گفتم خب عالی شد دیگه، حامد رفت. بس همونجا فرش کشیدم زیر دیارام، رای ندادم. بهش نگاه کن، به رو دیالوگ دارم بهش میگم دیگه، دارم به شماها گرا رو میدم، میگم این داره تارگتشو به من میده، به من رای یک نمیده، شیشه کاور میخواد بهش نمیده، میگه تو مافیایی، داره هانتری بازی میکنه دیگه. بعد دیدم گفت نه هانتر ببنده بشیش، گفتم پس برو. مرسی شهاب جان. رسول جان بفهم. نبی دمت گرم، خسته نباشی. بچه خسته نباشی، تبریک به تیم مافیا. میدونم خود یه تو هشت نفر، یه تو هشت نفر رای نمیدن دیگه. این الان نباید مثلا من بگم که آخه هشت نفر دو تا شهروند رفته بیرون، چرا میکشین اینجوری؟ اصلا مگه استعلام داشتی خانم مهسا اینجوری میکشی زیر حامل؟ یا مثلا علی رضای شیش استعلام داشتی؟ میدونم عجیب غریبه دیگه، من اصلا ذهنمو خراب کردین شما. مثلا علی رضا اسپنانی از رو شیشه شیک کرده، باهاش رأی نمیده. مثلا تو پوش کردن تو خیلی سخت بود واسه علی رضا، همون روز میرفتی. اگه علی رضا مافیا بود، تو شهروند بودی، فرداش رفته بودی قطعاً پرواز. باهاش رأی نمیدادی، بعد با چیز با اون عجیب غریب بود بازیه. آخرش هم دوه باید میرسید به یکه، علیرضا اسپنانی شات شده بود، دوه باید گردنش میگره، مایکش باز میشد یه جاهای دیگه تارگت میزد. روز وقاحت جفتش اومدن بالا، میگه من شهروندم، اگه رأی خواستین رأی بدیم به یکه رأی بدیم. گفتم برو دیگه داداش، یه توی روز یک رأی یک دادی با یه شهروندی که شات شده به یکه، یه روز وقاحت باید بدریش.
دیالوگی چی بود گفتی اگه خواستینم به یک رای بدین من شهروندم؟ یعنی دو دل بودی، یعنی خیلی هم یکل و مافیا نداشتی. نمیدونم، عجیب غریب بود. بعد من داشتم به این فکر میکردم که آخه اگه بین دو و پنج مافیا نباشه، حالا اونجا داشتم تو وقاحت فکر میکردم چرا باید فقط دو نفر اول بگن دو، بقیه همه بگن پنج؟ قطعا بعدش یه یاردار دیگه، بابا هیچکی نگفت دوه، فقط گفتم پنج. عجیب غریب بود اونجا، نمیدونم اذیت کردیم. مثلا فردا من که تارگت میخوردم، پزشکو داشتم کاور میکردم، خودم تارگت میخوردم. یه جا فکر کردم مگه میشه من یه شهروند کاور کنم اینقدر تارگت بخورم؟ مایکش باز میشد میگفت فقط رسول بره. مثلا یه مچوله رو من رای دادم، مثلا مچوله مشخص نشد سایدش، باز تارگت میخوردم. چرا به اون مچوله رای مثلا دیگه تارگت نمیزنم؟ ذهنم میچرخه. عجیب بود. خسته نباشین. روز یکم من حالا خورده نمیگیرم به علیرضا، حرفش درسته که اینا همدیگر رو داشتن، یعنی دوه به پنجه رای میداد، پنجه به دو رای میداد. روز یک من بازپرس بودم، قطعا یه سر شهاب بود، فقط داشتم زوم بودم رو حرفاش، که حرفاش شنیدم زوم بودم رو رایاش. به یک رای داد، به دو رای داد، به چهار رای داد، دیگه یک و چهار اومدم بالا، اینجوری نشست نگاه کرد، دیگه مافیایی نداشت، یعنی دیگه هیچ چیزی نداشت، به کسی مشکوک نبود. بستمش هم شات بشم، کاش شات میشدم. مرسی رسول جان. حامد من تو رو خیلی شرح داشتم، نقش دارم داشتم تو رو. خسته نباشی. نه خسته نباشی. متشکرم. خانم مهسام الان امکان صحبت کردن دارن. آیا حامد بعدش هم یه تایم کوتاهی بهتون میدم؟ خانم مهسام بفرمایید. مرسی آقای نبی بابت روایت، خیلی ممنون وقت گذاشتین. تشکر میکنم از داورای عزیز، آقای حجه خانم سارا، آقای مهدی عزیز. تبریک میگم به گروه مافیا فصل نباشید به شهرم. آقای رسول الان که دارین ایراد میگیری، من بهتون گفتم 1-5-10 رای دادید به آقای علیرضا اسفندیاری. خب از دید شما خیلی راحت بود که شما رو یک مافیای بازی، درسته؟ بهتون گفتم فکت شهروندی حامد بیار بازی کنم، گفتی دوست دارم همینجوری. بازی که بازی قشنگی بود، از دید شما که شهروند بودی، پنجم شهر بودی، خب یکی قطعا مافیاست. من که گفتم امروز تارگت فقط علیرضا اسفندیاری رو دیسلایک دادید، درسته؟ جنگ دو شهروند افتاده بود. به شهروندی شماره 6 هم رسیدم، چون علیرضا دنده عقب ازش گرفته بود دیگه. بازم عذرخواهی میکنم از شهروند، اگه بد بازی کردم تبریک میگم به گروه مافیا. اونجا که علیرضا شاد شد، حقیقتا من خیلی کلپس شدم، یعنی دوست داشتم که دکتر نمیدونستم حامد علیرضا رو حداقل یه شب سیو میداد، چون علیرضا میتونست بازی رو واسه ما در بیاره. تبریک میگم به گروه مافیا. مرسی خانم مهسا. آیا حامد خیلی کوتاه بفرمایید. گفتم چرا علیرضا رو سیو ندادم، میخواد چون تارگت منم گرفته بود. من یکم شک کردم. آقا من اومدم یه روزم با شیشه بازی کردم دیگه، توی اون روزی که پنجه اومده بود بالا با شیشه یه دست بازی کردم، گفتم حالا ممکنه مثلا شهروند باشه، پنجه رو خونده شهروند دیگه. من قطعی مافیاش داشتم ولی باهاش بازی کردم. خب دیگه این جای بازی من چیکار بکنم دیگه، نمیدونم واقعا. مرسی. بچه ها در نظر داشته باشید که از این بازی 4 نفر صعود میکنن، 6 نفری که صعود نکردن در یک بازی شانس مجدد، یعنی تمام بازی ها انجام میشه، افرادی که صعود نکردن باز قرعه کشی میشه تو گروه های مجزا به عنوان شانس مجدد، شانس صعود رو خواهند داشت. پس در جریان باشید، من اطلاعاتش رو تو گروه میذارم. من یک بار دیگه هم میخواستم از اسپانسر خوبمون تشکر کنم، گروه تولیدی صنعتی یوسف زاده سماور آپولون با بیش از نیم قرن تجربه به نمایندگی سرکار خانم یوسف زاده، اسپانسر تورنمنت رنگین کمان که این رقابت جذاب رو به شما تقدیم کردن. داورای محترم به ترتیب هر جور خودتون صلاح میدونید بفهمید. با اجازه بفهم. فکر میکنم فریز شد. پس تو میاد نصفه هستی بفهم نیدیم دیگه. مهدی جان ما صدای شما رو نداریم، تصویرتون هم رفت. اگه اجازه بدید صحبت کنم. آره آقای نبی حجت صحبت کنن. آره نتشون استیبل بشه. ممنونم آقای نبی برای روایت این بازی. خسته نباشید. میام به هر دو ساید بازی، تبریک میگم به مافیا. یه چند تا نکته من یادداشت کردم در خصوص این بازی و اینکه اونا رو بهتون میگم. به نظر من تحلیل من خیلی بازیم به تحلیلام عمق نمیدم، به نظر من با فکت‌های لایه‌ای که میشد به مافیا رسید.
یکی اونا رو میگم. نکته اول چرخش ذهن علیرضا از روی 6 بعد از معارفه در روز یک من دوست داشتم و ساید درست رو گرفت. اون نکته خیلی به چشم من اومد که ریج کرد روی 1 و رای خودش رو هم به 1 داد. رسول توی روز 1 در سیت 10 ساید درست بازی رو گرفت، 1 و 7. برایندش تا یه جاهای خوب بود، انتظار داشتم اون برایندت رو ارائه بدیم، مثلا بعد از شات 7 باید میرسیدید به 1، چون روز 10 برایندت خیلی خوب بود به عنوان یک کسی که قرار اجماع اون روز رو تعیین بکنه. بازپرسی میرسم بهش. فکتوری رضا بیگ برای 8 خیلی ولید بود، یعنی توی 8 نفر یه فکتی رو آورد، دوباره توی 7 نفر اون فکتر رو تکرار کرد با یه بیان دیگه ای. خیلی فکتش ولید بود، در عجبم چرا شهرمند باش بازی نکرد. فکت مهسا رو من برای مافیایی که بین 1 و 10 بعد از شات علیرضا نشسته رو هم خیلی خوب بود. فکت خیلی ساده بود، گفت 1 5 10 به شماره 7 رای دادید، 7 شات شده شهروند، 5م توی بازپرسی رفته بیرون خونه شهروند، پس باید 1 و 10 یک عمدیگر گردن بگیرید، بینتون قطعی باید مافیا نشسته باشه. فکت خیلی فکت واضحی بود، اون فکت رو توی ذهن من خیلی نشست. از عملکرد شهروندا که بگذرم، توی تیم مافیا من وقاحت شهاب مرادی رو خیلی دوست داشتم. به نظر من تیمتون رو نجات داد، خیلی گره های خوب و به موقع ایجاد کرد توی بازی و در نهایت هم موفق شد که کلینشیت بازی رو ببرید. من چین های 1 و 8 رو در روز وقاحت متوجه نشدم، خیلی پاک بودن چین هاشون، در عجبم که چرا شهروند ها اینا رو نمیدیدن. یعنی اصلا چین ها، چین هایی که 1 چین، چینی که 8 چین، هر دوتا سر تا پا باگ. انتظار داشتم شهروندا این رو ببینن. من یه لحظه گفتم بازی در اومد، یعنی گفتم شهابم در میاد با این چینی که اینا چیندن، ولی تعجب کردم. در خصوص سناریو بازپرس، این که دوتا شهروند بیان در بازپرسی، شهر خیلی گره میخوره و شهر باید بازی رو با تحلیل ببره جلو. تحلیل شادها، تحلیل اتفاقاتی افتاده، تحلیل رعی های خروج. عرضم به حضورتون که متاسفانه بعد از شهروند فکر لایه 1 رو ندیدن، مخصوصا بعد از شد علیرضا ماک 7. به نظر من بازی رو در آورد مافیا واسه شهروندا، اما شهروند این هدیه ناقابل مافیاها رو نپذیرفت، رد کرد. شاید این جمله‌ای که میتونم به کار ببرم اینه: دم همگیتون گرم، این بازی رو مافیاها کلین شیت برد، امیدوارم خودتون لذت برده باشید از بازی. بفرمایید آقای دیگه. الان صدام اوکیه؟ بله. استیبل، صدا، تصویر، همه چی. آقا تشکر میکنم از آقای نبی و عزیزانی که این بستر رو فراهم کردن واسه این تورنمنت. تبریک میگم به ساید مافیا. نکاتی که من میتونم بگم، بازی مسیرش تو معارف و روزه خیلی گم بود، این مسیر درستی نداشت. علیرضا جنبندی آخرش خیلی قشنگ بود، همین که از تارگتش به 6 اومد پایین، به 1 تارگت زد، موقعی هم که به 1 تارگت زد موضعش داشت میومد پایین، از سمت 2 تا مافیا تارگت بود، از سمت 8، از سمت 9، رسول هم که گفت ساید بین 1 و 7، 5 هم بهش تارگت زد، یعنی موضع علیرضا عملا با تارگت به 1 پایین بود. حالا شات علیرضا خیلی شات ریسکی بود، یعنی شات یا کلینشیت مافیا بود عملا، یا اینکه شهر کاملا برگرده که حالت دوم تا حالت اول رخ داد تقریبا. حالا از این تحلیل شاته میتونستین اینجوری نتیجه بگیرین: علیرضا روز 1 موضعش اومده پایین، یعنی یه شهروند بکنه بیرون عملا خودش فردا رفته. حالا علیرضا شات شده، به شهروندیش رسیدیم، پس شات مافیا واسه این بوده که روز شماره 1 فشار بیاد، شماره 1 روز 2 بازی 2 تا رای آورد، کلا قرار بوده با شات علیرضا 1 پوش بشه دیگه، ولی شماره 1 توی روز 2 2 تا رای میاره. این سرنخی بود که از مافیای 1 بود. محالات خیلی بازی رو با دیتیل گزارش نمی کنم، شهاب که فوق‌العاده بود، یعنی فقط چین 3 نفره شهروندی چید از اول تا آخر بازی، یه دونه ارور داشت شهاب، یه دونه ارور داشت. ارورش چی بود؟ صدات قطع و وصل شد مهدی جان.
مهدی جان شماره از دست دادیم. غریزی الان فکر میکنم استیبل باشی. صدای من الان هست؟ بله بله الان فکر میکنم استیبل باشی. آره چین روز آخر مافیا مثلا چین 1-2-4 حتی دو نفرشون هم با هم ارور بود، چه برسه به سه نفرشون. شهر میتونست اونجا برگرده. رسول که صحبت کرد من گفتم احتمالاً برگشت شهر، ولی اون لحظه آخر دیگه ذهنش چرخید، رأی رو به 2 نداد، رأی رو به 1 نداد، رأی داد به 2. رسول 2 هم تقریبا تارگتش به 1 میزد دیگه، گفت 1-8 چینن سومیه رو در نیاوردن، با استدلال هم رسیده بود بهش. رضا بیگ روز آخر فوق‌العاده داشت بازی میکرد، امیدوارم که بازی های بعد هم حالا جذاب‌تر باشن. آقای نبید صحبت. متشکرم. خانم سارا بفرمایید. آقای نبی خسته نباشید، خسته نباشید به تمام پلیرهای عزیز، تبریک به ساید مافیا. بچه بازی خیلی قشنگ بود، پر از فکت بود، خیلی فراز و نشیب داشت، خیلی چرخش ذهنی زیاد داشت، گاهی وقتا خیلی هم ذهنتون نچرخه بد نیست. وقتی یه فکت متقن مافیایی برای یه نفر دارین دیگه به نظر من اونجا اصلا تورنمنت رو فراموش کنین، بکشین رایه رو بکشین زیرش خیلی راحت، چون فکت داشتن. ببینین شماره های 1 و 8 و 9 خب خیلی براینده بازیشون خوب بود، درست بود، خوب داشتن پیش میرفتن. همین من خیلی تکرار نمی کنم. روز وقاحت چینی که شماره 1 و شماره 8 شید متاسفانه داشت کلن برایند بازی رو تغییر میداد. توی مافیاها شهاب از همتون بهتر بود، توی شهروندها شماره 2 از همه بهتر بود. فکتای خیلی قشنگ و ولیدی شنیدم از شماره 2. خیلی شهاب خوب تونست وقیحانه هم بزنه و ذهن رو از روی یارهاش در واقع به سمت شهروند ببره و متاسفانه برایند شماره 10 محقق رو من خیلی دوست داشتم، حیف شد که رأی آخرش باعث باخت شهر شد. و غیر از این دیگه چیزی نمیگم، بچه ها همه صحبت ها رو کردن، عالی بودین، من بازی همه تون رو دوست داشتم بچه ها، امیدوارم تو مراحل بعدی هم ببینم، فوق‌العاده بودی. ممنون خانم سارا، آقای مهدی و آقای حجت که بازی رو داوری کردید. همونطور که گفتم 4 نفر سعودی مستقیم داریم، داوران طی 24 ساعت آینده در مورد این 4 نفر تصمیم میگیرن، 6 نفر بقیه هنوز شانس حضور در رقابت رو دارن، رقابت شانس مجدد در آینده نزدیک بهتون اعلام میشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.